خب سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و حاضرانی که در زوم و در فیسبوک امروز ما رو می بینند امروز پنج شنبه 11 فوریه 2021 23 بهمن بنده داریش محمدپور در لندن و آقای دکتر سالور ملایری از سنت اندروز اسکاتلند در خدمت شما هستیم که درباره اشعار ناصر خسرو صحبت کنیم من خیلی به اختصار و سریع مروری میکنم به بیوگرافی آقای دکتر ملایری و میدان رو سپس به ایشون واگذار میکنم که در 45 دقیقه تا یک ساعت آینده سخنرانیشون رو ارائه بفرمایند و بعد از اون میریم به بخش پرسش و پاسخ آقای دکتر سالور ملایری متولد تهران ایشون دوره کارشناسی کارشناسی ارشدشون رو در رشته زبان و ادبیات فارسی در تهران به پایان بردن سال 2020 دکتراشون از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند در مدرسه زبانهای مدرن دریافت کردند رساله دکتریشون با اتکاب نظریه نشان شناسی انتقادی و تحلیل و گفتمان به تحلیل نسبت بین ایدئولوژی و مقاومت در اشعار ناصر خسرو پرداخته است کنار کاری که ایشون برای رساله دکتریشون انجام دادن بر روی تولد نظریه و نقد ادبی مدرن در دوران تجدد در ایران تحقیق کردند. که حاصل این کار چاپ دو مقاله درباره آرای ادبی میرزا فخری آخونزاده ملکم خان و محمد تقی بهار به زبان انگلیسی است آقای دکتر ملایری در مدرسه زبان‌های مدرن دانشگاه سنت اندروز زبان و ادبیات فارسی تدریس می‌کنند و اکنون مشغول کار روی کتابشونن با عنوان بیدوامی و پایداری ایدئولوژی و مقاومت در اشعار ناصر خسرو پیش از این که بنده میدان رو واگذار کنم به آقای ویکر ملایری خدمت شما عرض کنم که دوستانی که در زوم تشریف دارن در انتهای برنامه اگر سوالی بخوان بپرسن در اون قسمت نوار پایین یه جایی داریم به اسم Q&A که بخش مربوط به پرسش پاسخ هست سوالاتشون رو میتونن بنویسن بعد از اتمام جلسه من یا میکروفون شما رو باز میکنم یا خودتون مستقیم میتونید سوال بپرسید یا بنده میتونم سوال برای شما بخوانم اینجا که آقای دکتر پاسخ بدن خب سالور عزیز میدان در اختیار شما در خدمت شما هستیم مرسی جناب محمد فور عزیز اول از همه خیلی باعث افتخاره که من کنار شما در این جلسه حضور دارم و تحقیقم راجب ناصر خسرو رو ارائه میکنم و شما خودتون تو این زمینه استاد فن هستید و من هم دانشجو هستم و خوشحال میشم که در آینده نکاتی نقدی در کنار نقد دوستان که در حال شنیدن این جلسه هستن از شما هم بگیرم در هر صورت برای من باعث افتخار در کنار یکی از پژوهشگرای مهم حوزه اسماعیلی و ادبیات اسماعیلی به زبان فارسی هستم و میهمان شما هستم ممنون از این فرصتی که به من دادید عرض شود حضورتون که من پیش از اینکه وارد بحثم بشم به طور دقیق که در حقیقت خلاصه ای به زبان ساده تا اونجا که سعی کردم از در حقیقت رساله دکتریم هستش که طی چهار سال پنج سال در حقیقت روش کار کردم درباره ناصر خسرو خواستم در حقیقت یه مقدمه کوتاهی بگم که چرا اصلا من این موضوع رو انتخاب کردم اشعار ناصر خسرو توی عنوان جلسه اونم اگه دوستان دقت کرده باشن نگاهی تازه به شعر ناصر خسرو نگاهی نو به شعر ناصر خسرو ام میخوام به دوستان این وعده رو بدم که سعی کردم این نو رو خیلی به صورت شعاری استفاده نکرده باشم و واقعا یک حتی, حتی, خیلی کم و ناچیز روی کرد نوعی حرف نوعی درباره ناصر خسرو تو چنده ایشالله داشته باشم امیدوارم چون خب نگاهی تازه نگاهی نو خیلی توی این صنعت نشت توسط داده دادبیت باب شده هر چیزی رو یه نوع تازه میذارن و آدم میخواد ببینه خب بالاخره این تازش کجا بود در کتاب هرچی بالا پایین میکنه ولی من آمدانه این عنوان انتخاب کردم و امیدوارم که اون معنای شارج رو نداشته باشه جز اولین برخورت های من با شعر ناصر خسرو احتمالا شما هم خاطرتون هست من فکر کنم سالهای دبیرستان بودم اوایل دبیرستان تینیجری به قول اینا به زبان انگلیسی ها میگن دوران تینیجری تبلیغ از تلویزیون دولتی ایران پخش میشد راجع به فکر کنم آموزشگاه قلمچی بود و توش سرودی خونده میشد که قصیده معروف چرخ نیروفری ناصر خسرو بود توش نکوهش مکن چرخ نیلوفری را و این یکی از اولین برخوردهای من با شعر ناصر خسرو بود و برام خیلی جالب بودش که یک قصیدهی به زبان فارسی در تبلیغ مؤسسه کنکور داره استفاده میشه به خاطر اینکه توش خیلی تکیه شده به دانش، دانش و اراده آدمی به اینکه میتونه چرخ نیلوفری رو هم به زیر بکشه اگر بخواد با قدرت دانش البته که حالا به اون قصیده میرسیم در حین چیزم در حین هم و برای من جالب بود که خب اینا مفاهیم امروزی و مدرنی هستن به نسبت میدونید دانش و خرد و اقلانیت و دانش اندوزی و و خب بی خودم نبود تو اون, اون تهیه کنندگان اون, تیزر تبلیغاتی این شعر ناصر خسرو انتخاب کرده بودن که تشویق کنن دانشجویان رو به علم اندوزی و درس خوندن و اینا و بعد که بعدها خودم رفتم و فارسی خوندم و دانشجو شدم دیدم که خب خردمندی و دانشندوزی یکی از خصیصه های اصلی شعر فارسی به خصوص شعر خراسانی هست یا سبک خراسانی اونطور که میگن شعر متقدم فارسی هست و مختص به ناصر خسرو نیست البته بی کم انگوش شمار هم شاعرانی که تکیه کردن به خیراتمندی و دانش در سبک خراسانی ولی خب یکی از چهرهای مهمش ناصر خسرو یکی از چهرهای دیگرش هم پیشتر از ناصر, ناصر خسرو همچون که میدونید فردوسی هست رودکی هست شود حضورتون که شاید بلخی هست اینا این, 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 این مزامین رو در شعرشون استفاده کردن سوالی که پیش میاد اینه که آیا این همون معنایی داره که ما در دوران مدرن داریم استفاده می کنیم از این واژه ها در مورد ناصر خسرو هم بیشتر که تحقیق کردم دیدم خب اون اسماعیلیه بوده و این سوال پیش میاد که چطور گزاره های خردمندی، اقلانیت، علم، دانش، دانشاندوزی به زیر آوردن چرخ،, چرخ،, نیروفری و اینها چطور چه نسبتی داره با آینه اسماعیلی؟ و یادم هستش که یکی از جمله که استاد ما که ناصر خسرو درس می داد در دوران لیسانس سرکار خانم دکتر هنگامه آشوری که خیلی مدیون زحمات ایشون هستم و خیلی یکی از کسانی بودن که به حال تاثیر گذاشتن رو من که برم ناصر خسرو رو تحقیق کنم ایشون همیشه به ما توصیه میکردند که ناصر خسرو رو دریابید چون آخرین تنین ها یه خردمندی و خردباوری در ادبیات فارسی ناصر خسروس یعنی خرد باوری خیرد، تشویق به خرد و دانش که با فردوسی شروع میشه این دیری نمی پایه و آخرین تلع، 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 تنین هاش و پژواک هاش دیگه میرسه به ناصر خسرو و بنابراین ناصر خسرو باید مهم دونست چون بعد از ناصر خسرو دیگه ما اون چنان صحبت جدی از خرد و خردمندی و دانش و اینا نمی بینیم مگه به قصد نقد روش من خرد خرد مندانه و استدلالی و اینا صحبتشون این که گفتن واپس این ها جالب بود چون در حقیقت خردمندی ناب هم نیست توش به علم دین هم به قول خود ناصر خسرو هست پس ما یک جور در کنار هم نشستن دینداری، دینمداری، دانش دینی در کنار اقلانیت و علم، باوری داریم. که این دوتا کنار هم نشستن. بنابراین این هم ویژگی دیگه ای بود که ناصر خسرو رو ممتاز میکرد از کسانی مثل حتی فردوسی و رودکی و این باعث شدش که من این تحقیق و ادا... موضوع تز دکتری من راجب ناصر رو انتخاب کنم الان من حالا میرم وارد در حقیقت پاورپوینت هم, میشم که به همراه دوستان مرحله به مرحله جلو برم و بعد از ذکر این مقدمه بگم که مسائل اصلی در حقیقت من در تحقیقی که راجب ناصر رو انجام دادم چه چیزهایی بود Uh, خب همونطور که میبینید uh, uh, اون چیزی که سوال برای من پیش اومد uh, در حقیقت بذارید من از پرسش های تحقیق شروع کنم و بعد برگردم به مسائل اصلی تحقیقم uh, این بود که نسبت ناصر خسرو با سنت ادبیش چیه uh, اگر ناصر خسرو اسماعیلی است آیا او شاعر اسماعیلی است بنابراین uh, اگر او شاعر اسماعیلی است آیا یک گسست تمام عیاری از سنت ادبی که پیش از او وجود داشته در خراسان انجام داده یا اون سنت رو ادامه داده و تداوم بخشیده در حقیقت اینجا پس نقش گفتمان اسماعیلی خیلی مهم میشه که ناصر خسرو در حقیقت نقش گفتمان اسماعیلی در این دیالوگی که ناصر خسرو برقرار کرده بین خودش و سنت ادبی و سنت شعری که پیش از اون حضور داشته چه نقشی بازی کرده تا چه حد گفتمان اسماعیلی ناصر خسرو رو در ادامه سنت ادبی قرار داده و تا چه حد گفتمان اسماعیلی به ناصر خسرو این امکان رو داده که از این سنت عدول کنه یا برخلاف نرم های که این سنت دیکته میکنه از پیش حرکت کنه آیا اصلا این حرکت اتفاق افتاده یا نه روی همین حساب مسائل اصلی تحقیق من نسبت ناصر خسرو با سنت ادبی نقش گفتمان اسماعیلی در گفتگو شاعر با سنت ادبی است و جایگاه ناصر خسرو در نظم سیاسی فرهنگی زمانش چون همه ما میدونیم که ناصر خسرو به اسماعیلی بودن میشناسیم و میدونیم اسماعیلی یکی از جنبش های خیلی جنجال برانگیز بود در اون دوران یک نوع اپوزیسیون سیاسی دینی حساب می شود. شبکه گسترده و انبوه زیرزمینی از دایان و مبلغان داشت در ایران و در دیگر مناطق قلم رو به اسلامی و مهمتر از اون که مرکزیت سیاسی هم داشت و اولین دولت اسماعیلی در, در قاهره در مصر تحسیز شد و با این کار رسما یک تهدیدی حساب میشد اسماعیلی هم در ساحت سیاست و هم در ساحت دین و گفتمان دینی برای راستکیشی دینی اون موقع که سلطه داشت یعنی تسنن بنابراین اینجا با سوال دیگه مطرح میشه که ناصر خسرو پس قر... کجا قرار میگیره ما چجوری موقعی... موقعیت یابی کنیم جایگاه ناصر خسرو یعنی یک شاعر فارسیگوی در خراسان که اسماعیلی است این چه این همچین جایگاهی چه پیامدهایی بر کار شعری ناصر خسرو داشته و همین باعث شده که ناصر خسرو شخصیت متمایزی پیدا کنه یعنی ناصر خسرو یکی از معدود شاعرانیه که خودش اسمش و شیوه زندگیش متکثر شده در ادبیات تاریخ ادبیات فارسی در شعرها در تذکره ها در کتب مختلف حتی علمی و جغرافیایی مثلا در آثار هم اسم ناصر خسرو میاد چرا یک شاعر اسماعیلی بعد اسمش و شیوه زندگیش البته مبتنی به افسانه است حالا راجع هم صحبت می‌کنیم بعد در یک کتاب جغرافیایی در صده های متأخر میانه هم بیاد بنابراین این هم جای پرسشه که چرا خود نام و سبک زندگی ناصر خسرو هم مسئله شده برای بسیاری از نویسندگان اون دوره Uh, برای اینکه جواب این پرسش ها رو پیدا کنم رویکرد uh, روی, روی نظری نقد ایدئولوژی و مقاومت رو انتخاب کردم البته بگم ایدئولوژی و مقاومت رو حالا اینجا گفتم ارنستو لاکلاو و شانتال موف ولی بگم که این دو انگاره از پیش پیش از اینکه من با نظریه لاکلاو و موف آشنا بشم در ما, باش آشنا بودم و در ذهن من وجود داشت و احساس میکردم برای تحلیل نسبت ناصر خسرو با سنت ادبی از یک سو و شعر ناصر خسرو با سنت اسماعیلی از سوی دیگه دو تا کانسپت دو تا ایده هستش که به ما کمک میکنه این دو تا نسبت رو توضیح بدیم یکیش ایدولوژی بود و یکیش مقاومت من ایدولوژی رو در سنت مارکسیستیش بیشتر میفهمم و میفهمیدم که سنت منفی و انتقادی هست و مقاومت رو در حقیقت یک جور کنش ضد ایدولوژیک میفهمیدم یعنی کنش کنشی که در حقیقت خونسا میکنه ایدولوژی رو یا بر علیه ایدولوژی حرکت میکنه و خب به نظر من کنار هم قرار دادن این دوتا کانسپت دوتا ترم خیلی مهمه چون در ادبیات در نقد مارکسیستی ادبیات و مطالعات فرهنگی ما بیشتر با گزاره ایدولوژی سر و کار داریم و است، استیلا و سلطه و مناسباتی که از بالا به پایین در حرکت و تحمیل میشه و در نهایت ادبیات و فرهنگم هم باستاب دهنده بازگو کننده صرفا رفلکت میکنن باستاب میدن این مناسبات استیلا رو ولی خوب که نگاه کنید این یک بخشی از قضیه است و چیزی اینجا نادیده گرفته میشه اون هم کنش خود متن سیاستی که خود متن تولید میکنه و از پایین به بالا اتفاق میفته برخلاف حرکت ایدولوژی که از بالا به پایین اتفاق میفته این چی میشه تکلیفش کجا پس باید اینو بررسی کرد ام، خیلی ها این دوتا رو جدا از هم بررسی کردن یعنی ادبیات یا ایدولوژیست یا مقاومت که به نظر من در هر دو یه خلایی دیده میشه چرا که اون کسی که فقط ادبیات رو با دهنده ایدولوژی میبینه در حقیقت از از فائلیتمندی و از سیاست خود متن رو داره نادیده میگیره از پویش و دینامیزم متن داره عبور میکنه اون کسی هم که فقط داره مقاومت متن رو میبینه دینامیزها و حرکت های چاله به رادیکالی که مت تولید میکنه بر علیه نظم موجود این رو خیلی شاید رومانتیسیزه میکنه خیلی خیلی بولد میکنه و گمان میکنه که در یک فضای کاملا آزاد و بدون هیچ قید و بندی ناگهان مقاومت یا رادیکالیزم بر علیه نظم موجود سر میزنه بیرون و در حقیقت در کنار هم با در کنار هم قرار دادن ایدولوژی و مقاومت سعی کردم نشون بدم که این دوتا به هم تنیدن یعنی از درون نظم ایدئولوژیک و با اتکا به خود گزاره های ایدئولوژیک که از پیش وجود دارن یک شاعر یک نویسنده طور اینها رو میتونه مجدد چفت و بس بده یا کنار هم قرار بده این گزاره ها رو که کارکرد مقاومتی داشته باشه و خود این گزاره ها رو به شکل دیگه باز پروری کنه خانش های جدیدی قرار بده یا عناصر جدیدی رو وارد کنه بنابراین این این تصور تو ذهن من بود از طریق مطالعاتی که داشتم تو مارکسیسم و مطالعات فرهنگی بعد که با نظریه گفتمان ارنستو لاکلو و شانتال موف آشنا شدم متوجه شدم که ای، این دو نفر بهترین بیان نظری رو بهترین نظریه رو در حقیقت در این باب ارائه دادن یعنی من از این جهت دارم نظریه گفتمان لاکلاو و موفر استفاده می کنم که تمامی این مواردی که گفتم به نحوی جمع شده در نظر مصدری این دو که حالا در ادامه اینو توضیح میدیم عرشبت حضورتون که خب بحث ما با گفتمان شروع میشه من خیلی سریع پیش میرم در حقیقت چارچوب نظری رو من فقط این, این تصویر رو از اینجا خود ببرم بالا که شما از اینجا خیلی خوب حضورتون که گفتمان حوزه ساختمن و نظام یافته از معناست من چرا با گفتمان شروع می کنم؟ به خاطر اینکه اولا بین گفتمان و ایدولوژی یک تفاوتی قائل هستم و گفتمان رو در حقیقت عرصه مهمی می بینم برای اینکه متن اثر ادبی یک شیوه از فکر یک گرایشی از فکر درون اون اتفاق می افته. حالا این گفتمان چیه؟ مهمترین ویژگی گفتمان ساختمن بودنشه یعنی معنا به شکلی نظام یافته و ساختمند درون شبکه ای از نشانه ها قرار گرفته یعنی شما میتونید نشانه های مختلفی رو کنار هم بگذارید و یک گفتمان تشکیل بدید گفتمان سفر، گفتمان رهایی، گفتمان تغییر هر کدوم از اینا ایماج ها، نشانه ها ای رو به خدمت میگیرن تا این معنای مرکزی رو انتقال بدن بنابراین گفتمان عرصه تثبیت معناست و در شبکه ای از روابط بین نشانه ها اتفاق میفته اما این همه چیز گفتمان نیست وقتی شما معنا رو تثبیت میکنید و به یک نظم و استقرار معنایی میرسید در حقیقت دارید معناهای ممکن دیگر رو کنار میگذارید حذف میکنید این وقتی میگیم حذف مثلا فکر, فکر نکنید حذف الزاما سیاسیه یا مثلا یه از بالا دارن که چیزی رو حذف این نفس زبانه این نفس در حقیقت ارتباط انسان ها در جامعه است شما به خاطر اینکه بتونید با هم ارتباط برقرار کنید طبیعتا با زبانتون ارتباط برقرار میکنید و برای اینکه این ارتباط میسر بشه یک حدی از تسبید معنا از ایستای معنا لازمی که من و شما بتونید با هم ارتباط برقرار کنیم اگه این تسبیت معنا نباشه و نشانه ها به طور مطلق سیال باشن نه من حرف شما رو میفهمم شما حرف منو بنابراین این ضرورت در حقیقت نظم انسانی و روابط انسانی هست نظم اجتماعی و روابط انسانی هست بنابراین لاجرم خانش های متفاوت رو کرد های دیگری که نسبت به حقیقت نسبت به معنا وجود دارن جدا سازی میشن ترد و کنارگذاری میشن یعنی گفتمان که خودش رو تثبیت میکنه همزمان خانش های دیگر رو در حقیقت میبره به هاشیه یا میبره بیرون از خودش این چه اتفاقی انجام میده یعنی هر گفتمانی که خودش رو آشکار میکنه و نظم میده همزمان گفتمانهایی رو که اون خودش رو تهدید میکنن رو هم بهشون از داره من وقتی ما وقتی با یک نظم گفتمانی طرفیم پیشا پیش درون این نظم گفتمانی اموری که غیر حقیقت حساب میشن فرزن دروغ حساب میشن غیر مشروع حساب میشن اینها پیشا پیش درون نظم گفتمانی حضور دارند ولی خب به عنوان نه حقیقت یعنی به صلاح حوزه های نامشروع از معنا حساب میشن بنابراین اینجاست که کانسپت مقاومت که من تعریف کردم میاد توی تئوری از نظر من میاد توی تئوری ارنست لاکلو و موفه یعنی ما با یک عرصه تثبیت شده از معنا طرفیم یک عرصه هایی هم داریم از خانش های متفاوت از معانی متفاوت که بیرون افتادن و اینا هر آینه ممکنه که نظم گفتمانی رو تهدید کنن و حالا نشون میدم که در شعر ناصر خسرو چطور این اتفاق داره میفته نکته آخری هم که هست اینکه که هر نظم گفتمانی یک سری نقش های اجتماعی رو هم تعریف میکنه همون به صلاح صدا زدن سوژه که آلتوسر پیشتر گفته بود در نظریه گفتمان لاکلاو و موفه هم این وجود داره که به امروزش جاگیری سوژه میگن یعنی شما یک خانشی از معنا رو تثبیت میکنی استقرار بهش میدی و درون این سپهر گفتمانی آدمهایی تعریف میشن فیلسوف، روشنفکر، معلم، کارگر، پرستار، مادر، پدر در یک نظم گفتمانی دیگه این آدم ها به شکل دیگه ای تعریف میشن مسئولیت رفتارشون، کنش اجتماعیشون، کردارشون بنابراین مثلا یک مادر درون یک نظم گفتمانی مثلا دینی شاید یک وظایفی داشته باشه یک تعاریفی داشته باشه همون دال یا نشانه مادر در یک گفتمان غیر دینی ممکنه یک وظایف دیگه یک کیته دیگری از کنش اجتماعی براش وجود داشته باشه اون چیزی که مهمه اینکه که انسان ها این جاها رو اشغال میکنن انسان ها جاها به جایگاه های اجتماعی نقش های اجتماعی رو که پیشتر گفتمان برای اونها برساخته اینها رو اشغال میکنند تکیه من رو این نکته از این جهت هست که ما نباید سوژه های اجتماعی رو به معنای سنتی لیبرالیش در نظر بگیریم که مختار مطلق هستند. هر نقشی که دلشون بخواد بین گزینه های متنوع و ناتمامی که جلشون هست میتونن انتخاب کنند. بنابراین نه اینطوری نیست نقش های اجتماعی پیش از اینکه حاصل انتخاب آزادانه ما باشن پیشتر در جامعه تعریف شدن و ما اونها رو اشغال میکنیم این باز به این معنا نیست که پس ما هیچ کن، هیچ فعالیت مندی نداریم هیچ کنشی نداریم همه چیز یک جبر اجتماعی از پیش تعیین شده نه ما درون نقش های اجتماعی که از پیش در گفتمان منظم تعریف شده دست به کنش میزنیم و این کنش های ما میتونه ما در حقیقت چالش بر زمینه،, زمینه تغییر زمینه به به چالش کشیدن رو فراهم کنیم یعنی ما درون نظم گفتمانی از خودمون یک دینامیزمی هم نشون میدیم اینطوری نیست که ما فرمان بردار مطلق مناسبات گفتمانی باشیم عرشبت با توضورتون که میرم به اسلاید بعدی در ادامه کانسپت گفتمان ما با مشروعیت هجمونی و مداخله هجمونیک طرفیم وقتی که یک, یک معنای خودش رو تثبیت میکنه در یک عرصه گفتمانی در حقیقت پرسش اینه که چطور این اتفاق صورت گرفته چطور ما با یک معنای نظام یافته با یک ساحت ساخمند ساختاری از معنا طرفی اینجا بحث روابط قدرت میاد وسط روابط قدرتی که مسلط شدن و نظم گفتمانی رو در حقیقت تحمیل میکنن به جامعه این تحمیل هم نه بر اساس الزامن خشونت و قوای قاهره بلکه بر اساس یک نوعی از رضایتمندی اه اه انجام میشه که هجمونی هست در حقیقت هجمونی سازماندهی رضایت هست فرایندی که در اون آگاهی فرمان بردار بدون تف... توسل به خشونت یا اجبار ساخته میشه هجمونی بنابراین بست و گسترش و سیطری یک نظام حقیقت از سوی روابط مسلط قدرت هست و کارکردش چیه؟ کارکردش مشروعیت بخشیه یعنی اون نظام گفتمانی که هجمونیک شده نظامی هستش که مشروع و به روابط مسل... مسلط قدرت مشروعیت میبخشه وقتی میگیم مشروعه یعنی بخشی از عقل سلیم اون جامعه است بدیهی قلم داد شده معقول و اخلاقی و درست قلم داد شده عقل سلیم جامعه این نحو از زیست گفتمانی و فرهنگی و سیاسی رو معقول آنچه که باید باشد درست و حقیقت میانگاره ولی مداخله هژمونیک به این سادگی ها هم نیست همونطور که گفتیم در تعریف گفتمان که معانی محتمل معانی ممکن دیگر کنار گذاشته میشن در مداخله هژمونیک چه اتفاقی میفته چون جامعه که با یک دست نیست جامعه که با یک نحوی یک خانش مشخص از حقیقت که زندگی نمیکنه تکثرات هست تکثرات هویتی هست بنابراین تکثرات مختلفی هم از حقیقت وجود داره بنابراین اینجا مداخله هژمونی اتفاق میفته که تمامی این تکثرات گفتمانی رو ذیل یک رژیم گفتمانی مزمحل میکنه و بقیه گروه های مختلف مجبورن که در حقیقت خودشون رو زیر چتر این اجمونی گفتمانی ببرن و از باورها و باورهای خودشون تا حدی عدول کنن یا به شکل دیگه یک سازشی ایجاد کنن بین باورهای خودشون و باور و باورهایی که در گفتمان مسلط هژمونیک شده و بخشی از عقل سلیم حساب میشه اینجاست که بحث آنتاگونیسم اجتماعی و امر سیاسی میاد وسط به اجتماعی هنگامی روی میده که نظام های گفتمانی گوناگون در خصومت و زدیت با یکدیگه قرار می گیرن و مدام یکدیگر رو ترد میکنن. ما وقتی گفتیم جامعه متکثره بنابراین نظم های گفتمانی هم متکسترن. یعنی خانش های گفتمانی متفاوتی وجود داره پس این تفاوت درون خودش زدیت های مختلفی هم به وجود میاره تخاصم های گوناگونی هم به وجود میاره پس چون جامعه جامعه تکثره در عرص در ارسه گفتمانی هم تک از گفتمان، گفتمانی مواجه هستیم زمینه برای شگیری آنتاگونیزم اجتماعی به وجود میاد برای تخاصم اجتماعی بین گروه های مختلف به وجود میاد چجوری این آنتاگونیزم به وجود میاد؟ توسط مداخله قدرت سیاسی و اینجا من از کانسپت امر سیاسی کارل شمیت استفاده می کنم که میدونید کانسپت معروفی بسیاری از شنوندگان ما احتمالا آشنا هستن با مفهوم امر سیاسی کارل شمیت که بعدها توسط نظریه انتقادی چپ و مارکسیزم نو مجدد استفاده شد در جهت در راستای حرکت انتقادی که مارکسیزم چپ جدید در حقیقت به وجود آورده بود کارل خودش تهو... حقوقدان بود و تئوریاش همه در حقیق در زمان هیتلر تئوریاش رو بیان کرد منتشر کرد و بیشتر آثارش از جمله همین امر سیاسی یک جوی مشروعیت بخشی به نظام هیتلری هست به نازیسم هیتلری هست این هم جالب قضیه ولی خب کسایی مثل شانتال موفه در حقیقت به خاطر یک نبوغ نظری که در این اصطلاح وجود اینو به از اون جایگاه راست افراتیش کندن و آوردن توی نظریه انتقادی جدید و ازش مجدد استفاده کردن و الان در حقیقت امر رایجی رایجی این اصطلاح امر سیاسی رو در نظریه انتقادی بسیار استفاده میکنن و به خصوص در نظریه گفتمان لاکلاهو امر سیاسی بسیار مهم هست چون نشون میده چطور آنتاگونیسم اجتماعی شکل میگیره آن امر سیاسی فرند سیاسی کردن نشانه ها، گفتمان ها، نهاد ها و سامانه های فرهنگی است از طریق تعریف نسبت دوست و دشمن یا همون خود و دیگری همانطور که تثبیت معنا و کنارگذاری خانش های متفاوت امری لاجرم در ایجاد نظم اجتماعی است که بیشتر بهش اشاره کردیم تعریف دوست و دشمن و اعمال این تعریف در مناسبات و نهادهای اجتماعی هم برای شکلی گیری نظم سیاسی امری ضروری است که در ادامه نشون میدم این امر سیاسی چطور در زمانه ناصر خسرو شکل گرفت و کار کرد یعنی چطور فرایند سیاسی کردن دین ادبیات فلسفه کلام شروع شد پس از اینکه ارد راست کیشی دینی بر محور تسنن شکل گرفت چطور در پی اون امر سیاسی هم به جوشش افتاد و برای رسیدن به یک نظم سیاسی فرایند سیاسی کردن دین و شعون دیگه ی حیات اجتماعی شروع شد و ناصر خسرو در حقیقت کارش یک جور واکنش به این فرایند به صلاح شکلگیری امر سیاسی و نظم سیاسی هست که حالا با هم بررسی میکنیم این واکنش چه شکل و ویژگی هایی داره میرسیم به اصطلاح خیلی مهم یا شاید مهمترین اصطلاح تحقیق من که ایدولوژی هست یا اون چیزی که ارنستو لاکلاو و موفه بهش میگن عینیت حالا بحث سر اینه که چرا اونا نمیگن ایدولوژی میگن عینیت بسیاری از دوستان که در جلسه حاضر هستن احتمالا وقتی ایدولوژی رو به معنای مارکسیستیش اگه فکر میکنن بحث آگاهی کاذب میاد وسط و بحث دوگانه بین علم و ایدولوژی میاد وسط و اینا همه اموری بودن که ارنستولا کلاو خیلی بهشون نقد داشت چون در, در حقیقت در زمینه یک جور پساساختارگرایی فرهنگی ارنستولا کلاو کار انتقادیش رو انجام میداد و در اون این سنت فکری این دوگانه بین علم و عرشبت حضورتون که غیر علم یا علم و جه یا آگاهی کاذب یا آگاهی درست اینا دوگانه هایی بودن که پروژه فکری ساختارگرایی به شدت بهشون مشکوک بود و اینها رو واسازی میکرد و ارنسو جز همون دسته از آدمایی بودش که باور داشت به این سنت فکری و در جهت واسازی این دوگانه ها کار میکرد و برای همین اصطلاح ایدئولوژی رو استفاده نمیکرد و اصلا نیازی نمیدید استفاده کنه به خاطر اینکه باور نداشت ایدئولوژی مثلا یک صددی یا مانعی هست که جلوی ما رو میگیره که ما مثلا حقیقت قایی رو نتونیم ببینیم یا مثلا ایدئولوژی نگاه ما رو واژگون یا مثلا کجدیسه میکنه یک نگاه درستی داریم یک نگاهی میاد کجدیسه می با ما حقیقت رو نبینیم چون بر اساس نظر گفتمان لاکتا و موفه اصولا اینطوری نیستش که یک حقیقت قایی وجود داشته باشه حالا یه عده بیان صورتبندی های گفتمانی مختلفی از اون حقیقت قایی انجام بدن اصلا همچین, همچین, چیزی نیست ما با تکسر گفتمانی طرفیم و ما صرفا با صورتبندی های متفاوتی از حقیقت با نظام ها و رژیم های مختلفی از حقیقت طرف هستیم اینطوری نیستش که حقیقت پیش از گفتمان وجود داشته باشه برا برای همین به جای واژه ایدئولوژی عینیت رو به کار بردن حالا چرا عینیت به خاطر اینکه اینا میگفتن ایدئولوژی در حقیقت یک جور یک گفتمان رسوبی یافته است حالا یعنی چی من اینجا براتون توضیح دادم وقتی شرایط تخصم و زدیت بین گفتمان های متفاوت شکل میگیره که توضیح دادیم قبلا این به این معناست که ما با دو گونه خانش و تفسیر متفاوت از حقیقت و با دو شیوه متفاوت از ساماندهی اجتماعی روبرو هستیم اما در این میان گزاره هایی هستند که بین هر دو گروه متخاسم به شکل مشترک حضور دارند و شرایط تخاصم به هیچ رو باعث نشده این گزاره ها هیچ تغییری بپذیرند ما به این دست گزاره ها که ورای زدیت های گفتمانی بدیهی بودن و طبیعی بودن خود را همچنان حفظ میکنند عینیت یا همان ایدولوژی میگوییم. درون هر نظم گفتمانی گزاره هایی هستن که خود رو بدیهی، چالش ناپذیر، تردید ناپذیر و قایی نشان میدهند. شدت بدیهی نمایی این گزاره ها به قدری است که حتی گفتمان یا گفتمان های رقیب هم اون رو به عنوان امر پیشینی و بدیهی میپذیرند و اونها رو در سامنه نشانه خود قرار میدن ما این گزاره ها رو ایدولوژی میدونیم بنابراین با خاطر همین ایدولوژی میشه گفتمان رسوب یافته یعنی شما فرزان دکتر محبت محمد پور عزیز به, به, گفتمان ای تعلق داره من در موضع مخالف دکتر محمد پور در گفتمان بی قرار دارم ولی شما یکی از شنوندگان به عنوان شخص سالس وقتی میاد دو تا گفتمان ما دو نفر رو بررسی میکنه سه چند تا گزاره هست که بین این دو مشترکه با اینکه این دوتا این همه خودشون رو در مخالف رو هم دیگه قرار میدن ولی در حقیقت دارن از یک سری از گزاره های مشترک همچنان استفاده میکنن بدون اینکه خودشون بهشون آگاهی داشته باشن یعنی من ممکنه به چیزهای باور من که علیه دکتر محمد فور قرار گرفتم ممکنه به چیزهای باور داشته باشم که دکتر محمد هم بهش باور داره ولی نسبت به اون آگاهی ندارم اینجا اینه ایدولوژی ایدولوژی اینجا قرار میگیره که حالا ما تو شعر ناصر میدیم چگونه این ایدولوجی. به عنوان یک گفتمان رسوب یافته در شعر ناصر خسرو خودش نشون میده اصطلاح بعدی من که مهم هست مقاومت هست اینجا خلاصه میکنم برابری مقاومت چیه با این حساب مقاومت رو من اینجا بیشتر حرفای خود من هست و نه حرفای لاکلو و موفه بر اساس تز لاکلو و موفه این مقاومت رو تعریف میکنم مقاومت ورود برخی نشانه و گزاره های گفتمان رقیب درون نظم هژمونیک و درون نظم گفتمان مسلط هستند گزاره های مقاومتی بنابراین تهدید میکنند نظم نمادین و هژمونیک شده گزاره های مقاومتی مورد چالش قرار میدن گفتمان مسلط رو گزاره های مقاومتی ایجاد مزاحمت کنند و به تاخیر میاندازند فرایند دلالت نشانه ها رو درون گفتمان مسلط یعنی من یک سری از گزاره هایی رو وارد گفتمان مسلط می کنم که باعث میشه قائلان به اون گفتمان دچار تردید بشن ناگهان متوجه معانی دیگری از اون نشانه ها بشن بعدهای دیگری از معنا گشوده بشه و این تشویش ایجاد میکنه در نظم مسلط در نظم مستقر گفتمانی مزاحمت ایجاد میکنه برای روابط مسلط قدرت که همچنان هجمونی و مشروعیت خودشون رو حفظ کنن بنابراین مقاومت به طور غیر مستقیم فرایند مشروعیت بخشی و فرایند در حقیقت طبیعی سازی رو مدام میخواد به تاخیر بندازه مزاحمت توشون ایجاد کنه حالا برسیم سراغ ناصر خسرو گفتیم که شخصیت ناصر خسرو به خودی خود شخصیت مهمی هست به خاطر نوع زندگیش من زندگی ناصر خسرو همچون متنی فرهنگی میبینم چرا میگم متنی فرهنگی؟ چون معتقد نیستم که ما در نهایت میتونیم یک روایت علمی درست و بدون هیچ ردخوری نداشته باشه اطلاعات کاملا درست تاریخی توش داشته باشه از ناصر خسرو ارائه بدیم ما میتونیم با توجه به مدارک مختلف اسناد مختلف گزارش های مختلفی که در تذکره ها هست در تواریخ هست در کتب مختلف الملل و نهل مختلف هست به دریافت ها و درک های مختلفی از زندگی ناصر خسرو برسیم چرا میگم نمیشه یک روایت تام و تمام از زندگی ناصر خسرو داشت به خاطر اینکه وقتی شما میرید تو این تذکره ها نگاه میکنید همشون خودشون بر اساس یک بافت گفتمانی یک تصویری از ناصر خسرو رو ارائه دادن که الزامن نمیتونه تمامش حقیقت باشه الزامان هم همش دروغ هم نیست میدونید یک ملغمه ای از این دوتاست بنابراین ما مدام با روایت های مختلفی از زندگی ناصر خسرو طرف هستیم اما چرا ناصر خسرو به همچین جایگاهی رسیده؟ یک دلیلش به نظر من قدرت فرهنگی که ناصر خسرو تونسته تولید کنه هم به با عنوان یک دایی اسماعیلی هم به عنوان یک شاعر فارسی زبان قدرت فرهنگی ناصر خسرو به حدی بوده که تونسته این پژواکی که بعد خودش به وجود میاد رو مدام اسمش متکثیر بشه در متن‌های مختلف حالا در ادامه توضیح میدم این تکثیر به طور خلاصه چجوری اتفاق افتاده پس ناصر خسرو زندگیش رو من یک متن فرهنگی میبینم که گشوده است به خانش ها و صورت‌بندی‌های مختلف بوده از اول از زمان خود ناصر خسرو بوده تا به امروز و هم که یک آیکون هست در ادبیات فارسی یعنی خودش تبدیل شده به یک ش... به یک آیکون فرهنگی شخصیت ناصر خسرو در ادامه میبینیم چطور یکی از اولین یا شاید اولین کتابی که اسم ناصر خسرو توش میاد و بیان الادیان هست که در قرن 11 همه هجری هست هم عصر ناصر خسرو <applause> تقریبا بیان الادیان یک نوع کتاب دکتر محمد هم حالا بعدا میتونن تکمیل کنن هر جا که من اشتباهی میکنم یا توضیح کمی میدم میتونن تکمیل کنن چون دانش ایشون به مراتب بیشتر از دانش من خواهد بود در این حوزه بیان الادیان یک نوع کتاب یک دانشنامه از به عقاید دینی گوناگون هست در زمانی که نویسندش یعنی محمد یارخدای اون رو نوشته <applause> بنابراین این کتاب بیان ادیان که اسم ناصر خسرو اومده یک جور دانشنامه دینی هست توش عقاید مختلف اومده و چون ناصر خسرو شخصیت مهمی بوده و دایی اسماعیلی بوده و تونسته بسیاری از کسان رو اسماعیلی کنه و هوادارانی پیدا کنه طبیعتا اون هم بخشی از کتاب رو فصلی از کتاب رو به, به،, به اختصاص داده به خودش اما خب حالا چی میگه بیان الادیان ناصر خسرو رو ملعون عظیم خطاب میکنه ناصر خسرو میگه که ناصر خسرو مردم را از راه به در برده میگه ناصر خسرو صاحب مکر و است ناصر خسرو کافر و ملحده به خاطر اینکه اسماعیلی است یعنی اصولا اسماعیلی بودن هم تراز و هم ارز هست با کافر و ملحد بودن یعنی شما وقتی میگفتی یکی اسماعیلی است درست مثل این بود که میگفتی یکی کافر و ملحده درون نظم گفتمانی مسلط که توسط راستکیشی مذهبی تسنان موقع گرفته البته و کتاب بیان الادیان هم درون همین نظم گفتمانی و برای مشروعیت بخشی به روابط مسلط قدرت اساسا نوشته شده و این بافت گفتمانی کتاب, کتاب بیان الادیان بسیار مهمه برای فهمیدن اینکه چرا نویسنده راجب ناصر خصوص داره اینطوری حرف میزنه ساختار روایی کتاب هم جالبه که توش یک کود یک رمزگان فرهنگی نهفته است و ما این رمزگان های فرهنگی کتاب های علمی دینی جغرافیایی صدای میانه رو خیلی خوبه که بهش دقت کنیم و معمولا هم در مقدمه های کتاب هست جاهایی که نویسنده توضیح میده چرا این کتاب رو نوشته ما هم تو تذکره این مقدمه های مهم رو داریم هم توی کتاب ملل و نهل داریم این خیلی از نگاه خیلی از پژوهشگران پنهان میونه چون پژوهشگران بیشتر دنبال دیتا هستن و ارجاع بدن به اینکه فلانی چی گفته ایکس چی گفته ایگرگ چی, چی گفته تو تذکرهای مختلف اما متوجه نیستن این نقل قولایی که میکنن درون چه بافت گفتمانی صورت گرفته حرفی که ناس ب... نویسنده بیان الادیان راجع میزنه حرف خیلی درشته یعنی ملعون عظیم یعنی یک جور ناسزایی خیلی درشته خب چطور همچین از همچین خطابی به ناصر خسرو اتفاق افتاده یکی از این کوت های فرنگی کتاب در مقدمش هست که نویسنده با ارجاع به حدیثی از, از پیامبر اسلام که حدیث معروفی هست بعد از من پیروان دین من تبدیل به 73 فرقه میشن عقاید مختلف شن. اما از این 73 تا فقط یکیش هستش که بر حق است و حالا مس مسئولیت در حقیقت نویسنده این, این, این رسالت رو داره که این هفتاد و سه تا فرقه رو نشون بده که بر راه ناحق هستند تا در آخر سر نتیجه بگیره که اون, حق... اون... اون فرقه اصلی اون, اون به صلاح دین حقی که در آخر هست و بقیه باطلن کدوم هست و اینجا در حقیقت ناصر خسرو و عقاید و باوراش بخشی از اون نهله حساب میشن که باطل هستن درست همونطور که پیامبر این رو پیش بینی کرده بود بر حدیثی که نویسنده در مقدمه کتاب میاره پس برای این ناصر خسرو اساساً باطله یعنی یک عمر، نه تنها یک امر مارجینال هست بلکه اصلا اصلا نباید صدا داشته باشه یک جور ساب هست حتی در ادامه وقتی وارد دوران تصوف میشیم یعنی وقتی که تصوف وارد ساحت فرهنگی سرزمین های ایران میشه و یه خورده تلطیف میکنه این راست،, راست کیشی دینی رو ما میفهمیم می که یه خورده از این شدت کاسته میشه و ناصر خسرو وجوه مختلف دیگه ای پیدا میکنه مثلا در روایت تسکیره دولتشا که در دوره تیموری هست و در قرن پازده میلادی که دولت های سمرقندی میگه که در باب ناصر خسرو سخنها بسیار گفتن عارف و موحد دهری کسی که قائل به مذهب تناسخ بوده حکیم بوده و در ادامه بعضی اونو سلطان میگن بعضی اونو سید میگن بعضی اونو شاه میگن نکته جالبی که اینجاست اینه که این خداگاهی معالف هست نسبت به اینکه ما نمیدونیم ناصر خسرو در حقیقت کیه و خودش میگه الالما این دالله یعنی ما انقدر راجبش سخن گفتن که دیگه گم شده سرشته حقیقت که این آدم کیه و این خودش جالبه یعنی این چیزی نیست که ما امروز در دوران مدرن بگیم دولت هم راجب ناصر خسرو گفته در یک جا میگه مثلا با میگن میگن که خیلی اینو میگه گویند مردم میگن میگن که مثلا با ابن سینا هم نشست و برخواست داشته و اینها ولی اینها قول عوامه و نباید بهش اعتناد کرد ولی جمله جالبی داره بعد از اینکه میگه یه عده بهش میگن عارف موحد فلان 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 اما در هر صورت او حکیم و فاضل و اهل ریاضت بوده یعنی این،, این, کاری نیستش که شما از معالف بیان الادیان توقع داشته باشید این, این در حقیقت به نظر من این یکی از امکانهایی که گفتمان تصوف به صاحب تذکره دولت شاه داده که تا یه حدی از, 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 در حقیقت پذیرش دیگری رو تحمل کنه یه جور تساهل و تسامحی که در این گفتمان هست بهش اجازه میده که این رو ناصر خسرو بپذیره و البته به خاطر نقاط مشترک مهمی که بین اسماعیلیه و تصوف هست و حالا ما نمیدونیم دولت شاه به این آگاهی داشته یا نه میتونه غیر, غیر مستقیم در حقیقت بل کرده باشه این نقاط مشترک در در خانشی که دولت از از ناصر خودش رو داره در حقیقت گفتمان تصوف این اجازه رو به دولت شاه سمرقندی داده که ناصر خسرو به عنوان یک حکیم و یک فاضل و یک اهل ریاضت بپذیره اهل ریاضت هم میگه درستی که یک جور بر اساس ادبیات تصوف داره میگه ولی خب پویرا هم شعر ناصر خسرو با اینکه ظاهرا خیلی خردگرا و علمگراست ولی مایه های تزهد هم توش بسیار زیاد است. ورزی بسیار توش زیاد هست که یکی از دلایلش البته تبعید ناصر خسرو به یمگان هست به نظر من که حالا اون بحث است ارشمت حضورتون که همه اینا رو دولت شاه میگه ولی یه کار خیلی جالبی میکنه خودش روایت خودش رو میگه که در حقیقت چیزی دست کمی از همون چیزایی نداره که خودش میگفت مردم میگن سخن عوام داستان افسانه است به اینا نباید اطمینان کرد آخر خودش یکی از همون روایت ها رو میندازه جا میندازه و اونم روایتی هستش که ملاقات بین ناصر خسرو و شیخ ابوالحسن خراقانی که ناصر خسرو که به قول سمرقندی اصلا اهل اصفهانه یعنی اصلا رفتی به قبادیان اینا نداره اهل اصفهانه و از گیلان به خراسان در حال فرار بوده سر راه به خانقاه شیخ ابوالحسن خرقانی برمیخوره و با او ملاقات میکنه شیخ ابوالحسن خرقانی هم قبلا رسیدن ناصر خسرو رو پیش بینی کرده بوده و به یاران و اصحابش گفته بوده که حجتی مردی یا مردی حجتی قراره که بیاد و شما آماده باشید که از اون پذیرایی کنید وقتی اومد تحویلش بگیرید بذارید وارد خانقاش بیارید بیاریدش پیش من و همین اتفاق هم میفته در همون روزی که خرقانه پیش بینی کرده بوده ناصر خسرو سر میرسه و میاد پیش شیخ با هم گفتگوی طولانی مدتی میکنن بحثی در میگیره بین روی کرد عقل گرایانه ناصر خسرو و روی کرد خرقانی که مبتنی بر مکتب عشق و شهود هست و در نهایت ناصر خسرو مجاب میشه به خاطر کرامتی که از, شه، شه، از شیخ میبینه میپذیره که روش عقلی ناکارامده ناکافیه و در حقیقت این روش عشق و روش شهودی هستش که ما رو به حقیقت میرسونه و اون کرامتی هم میبینه ظاهرا شیخ خرقانی قطع شعری رو ناگهان میگه که شعری از ناصر خسرو است که ناصر خسرو اون رو شب به قبل در نوشته بوده در پیش خودش داشته در ذهن خودش داشته به کسی نشون نداده بوده اون شعر رو ناگهان شیخ خرقانی همون شعری که ناصر خسرو بدون که به کسی نشون بده سرایده رو یک بیتی از اون رو میگه که اتفاقا شعر درستی هم است من الان حالا یه جا نوشتم ندارم این اون شعر در دیوان ناصر خسرو هست یعنی <laughs> 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 اونجوری نیستش که پس اونجوری نیستش که تمام روایت صوارقندی افسانه ای تمام باشه ما میگیم مردی حجتی شیخ خرقانی میاد حجت لقب ناصر خسرو بوده که از سوی خلافت فاطمی بهش داده شده بوده به عنوان دا رئیس دایان جزیره یا منطقه خراسان بنابراین ما با فکت هم طرف هستیم یا اینکه میگه در حال فل... فرار از گیلان به خراسان ما میدونیم که ناصر خسرو بخش قبل از اینکه به یمگان بره مدام در حال تعقیب و گریز بوده و احتمالا در ناحیه مازندران هم مدتی س... سکونت داشته پس برابری ما یک پژواکی از حقیقت از از وقایع نه... حقیقت از وقایع تاریخی رو که با داستان ممزوج میشن در روایت هایی که راجع به ناصر خسرو هستن میبینیم اما چه اتفاقی میفته اینجا این داستان چی داره به ما میگه یعنی در حقیقت دولت شای سمرقندی داره چیکار میکنه اینجا با گفتن این داستان به نظر من داره مصادره گفت، گفتمانی میکنه یعنی داره از سرمایه فرهنگی رو که ناصر خسرو فی نفسه داره رو میگیره و میبره اونو زیل گفتمان تصوف تا به عنوان که برای تقویت کردن و مشروعیت بخشی به گفتمان تصوف از ناصر خسرو استفاده کنه چیزی که بهش میگن دیسکورسیف اپروپریشن یعنی مصادره گفتمانی من ناصر خسرو رو که درون گفتمان اسمالیه هست میکنم میارمش میبرمش تو روایت خودم و اونو خودیش میکنم در حقیقت اما خود ناصر خسرو هم از زندگی خودش روایت های زیادی داره که مبنای بسیاری از روایت های مدرن ما هست از زندگی ناصر خسرو <applause> که در دو جا دیده میشه یکی در سفرنامه است یکی هم در دیوانش در قصاید مختلفی که حالا اشاره میکنم مهمترین قصیدش کدوم قصیده است ولی خب در سفرنامه میدونیم مقدمه سفرنامه رو همه ما باش آشنا هستیم که ناصر خسرو شروع میکنه به معرفی کردن خودش بعد خواب معروفی که در مقدمه سفرنامه میبینه و قصر آزاد <applause> حالا از حیث روایت شناسی این مقدمه معروف سفرنامه چی داره به ما بگه من اینطوری تحلیلش میکنم میدونیم که به نظر من شش مرحله داره روایت سفرنامه ناصر خسرو اینطوری خودش رو معرفی اینطوری خودش رو در حقیقت این, این تصویر از خودش و اون رو به مخاطبش نشون میده که مردی دبیر, دبیر پیشه بوده و در, در, در حقیقت سازمان اداری دربار کار میکرده به کارهای دیوانی مشغول بوده و شهرتی داشته بین همتایان و اقران خودش پس بنابراین ناصر خسرو بخشی از نظم نمادینی بوده بخشی از نظم نمادین مستقر و هجمونی که موجود بوده خودش بخشی از این سیستم بوده و داره خودش اینو میگه اما بعد احساس کرختی از خود بیگانگی سرگشتگی و قانع نشدن میکنه که تو اون مقدمه هم شما میبینید بیقراره کافی نیست براش انگار این زیستی که داره میکنه ناراضیه احساس میکنه که یه جور ال الینیشن داره اتفاق میفته من نمیخوام بخشی از این سیستم باشم و این نمیخوام از بخشی از سیستم باشم و از طریق تجربه یه امر خارق بر ناصر, ناصر خسرو توضیحش میده که دوباره خیلی نزدیک اون چیزیه که ما تو روایت سمرقندی و خرقانی دیدیم که خرقانی یک شعری از ناصر خسرو به خودش میخونه در روایت سفرنامه هم جالب اینه که ناصر خسرو با دوستانش نشسته و شبی رو دارن سر میکنن یکی از دوستان ناگهان یه شعری رو به فارسی مینیسه میده به ناصر خسرو و ناصر خسرو همون شعری بوده که در ذهنش داشته بنابراین میبینیدش که روایت های مختلفی که از ناصر خسرو هستن تا چه حد متکی بر همون ساختار روایی هستن که ناصر خسرو خودش درباره خودش بیشتر توضیح داده رد اینها رو میتونید از طریق مقایسه گزارش های مختلف از زندگی ناصر خسرو بگیرید این تجربه امر خالق عاده اتفاق میفته و بعد ما میرسیم به جستجوی توانگری خواهشی که ناصر خسرو میکنه دعا میکنه که از خدا که توانگری حقیقی بهش بده و بعد اون خواب معروف رو میبینه که در حالی که مست بوده یک پیری یک شیخی نورانی میاد که میدونید دیگه برای چی داری مشروب میخوری ناصر خسرو هم میگه حکمات غیر از این دوایی پیدا نکردن که دردها و آلام ما رو بپوشونه و پیر تو خوابم میگه چرا خیلی هم هست راهش و ناصر خسرو میگه چیه کجاست و پیر در خواب اشاره میکنه به قبله به خانه خودم و ناصر خسرو این رو در حقیقت به عنوان یک جور دریافت هدایت و راهنمایی از پیر تلقی میکنه و آغاز جستجوگری به سمت رفتن و کسب اون توانایی حقیقی توانگری حقیقی که گفته یک جور تولد دوباره اتفاق میفته بعد از این خواب برای ناصر خسرو روایت معروف دیگه هم داریم در دیوان که قصیده 242 هست به تصحیح مینوی و محقق البته تمام ابیاتی که من اینجا کردم به تصحیح مینوی و محقق هست قصیده 242 که قصیده خیلی معروفی هست و خیلی خوبی هم قصید هم هست با مطلع ای خانده بسی علم و جهان گشته سراسر تو بر زمین یا از براتین چرخ مدور اینجا ما با پنج مرحله روایی طرف هستیم یک کسی که ما با کسی طرف هستیم با یه سوژه در... طرف هستیم که از تمامی دانشها اطلاع یافته عالم دانشمنده اما همچنان وابسته به حیات طبیعی و مناسبات مادی زندگی است و این کس خفته است مرحله دوم ضرورت بیدار شدن هست و به دنبال دانش رفتن هست مرحله سوم جستجو و گشتن و از همه اتوریتی های دانش زمان سراغ گرفتن و پرسیدن اینجوری نیست که شما از همون اول یک حقیقت رو پیدا کرده باشید بری طرفش ناصر خسرو جستجو میکنه چون اهل تقلیدم نیست و اهل خردورزی است و روش روش است و به اقلانیت باور داره بنابراین میخواد بره همه جا جستجو کنه میپرسه و جوابهای مختلف میگیره اما از این جوابها سیراب نمیشه چرا؟ چون پیشتر به دنبال یک پرسش اصلی هست که این پرسش اصلی رو دکتر معبدپور در, در جلسه پیشینشون که داشتن راجع به ولایت و اقتدار توضیح دادن یه اشاره به همین قصیده ناصر خسرو کردن که ناصر خسرو در حقیقت به دنبال یک شکل مشخصی از آگاهی دینی هست که در حقیقت نیاز به وجود یک امام رو به عنوان جانشین پیامبر به صلاح در, در پی داره به خاطر اینکه ناصر خسرو میگه وقتی که پیامبر از دنیا رفته ما چجوری پس به دانش دینی دسترسی داشته باشیم وقتی پیامبر نیست ما که دیگه پیامبر در نزد ما نیستش که ما بریم پیشش بیعت کنیم سوال بپرسیم و اون معرفت دینی و الهی رو بگیریم ما چه گناهی کردیم بعد یک, پرس، یک پاسخی برای این پرسش وجود داشته باشه و ناصر خسرو جواب این پرسش رو در قاهره پیدا میکنه وقتی که میرسه به قاهره و امام زمانه رو پیدا میکنه و دانش تعویلی رو کسب میکنه و اینجا نکته که جالبه برای من اینجا تو روایت این قصیده و فرقی که داره با سفرنامه چیه به نظر من این روایت از خود زندگی نامه یا این خود زندگی نامه نوشت ناصر خسرو در این قصیده بسیار نمادین تر و بسیار کدگذاری شده تر از روایتی که ناصر خسرو توی سفرنامه میگه در این روایت از پیش ما با یک نحوی یعنی روایت بسیار جهتدار هست به جهدهی قوی تری توش داره تا روایت سفرنامه گویی ناصر خسرو داره زندگی خودش رو زیل گفتمان اسماعیه تعریف میکنه و کودهای اون گفتمان رو بارگذاری کرده کدگذاری کرده و حالا داره اون تصویر ایدئالی رو که دوست داره دیگران از او داشته باشند رو داره ارائه میده. این خیلی مهمه. یعنی ناصر خسرو آگاهانه داره خودش رو زندگی خودش رو تعریف میکنه. روایت این زندگی بنابراین بسیار سمبولیک و نمادین هست. فقط راجب ناصر خسرو به طور اخص نیست. درون خودش اس، گزاره های مهمی از گفتمان اسماعیلیه وجود داره. و در حقیقت یک کمی شاید به اصطلاح به اصطلاح امروزیان ایدولوژیک هست نه به اون معنای ایدئولوژی که اول گفتم بلکه معنای ایدئولوژی که عام ازش استفاده میکنن ما همه جا میبینیم یعنی خیلی در خدمت یک جریان فکری سیاسی مشخص این این این, این معنی تر از ایدولوژی اینجا میتونیم بگیم که ناصر خسرو به یک به یک روایتی اید روایت که از زندگی خودش ارائه میده مثلا شما ببینید این ابیات رو من اینجا ننشم ولی براتون سری میخونم وقتی که ناصر خسرو به مصر میرسه به قاهره میرسه ببینید چه جوری قاهره رو توصیف میکنه در صورتی که ناصر خسرو قبل از این بخش به جاهای مختلفم رفته به همه جا سر زده سری رد میشه اما وقتی میرسه به قاهره اینطور میگه روزی برسیدم به در شهری کان را اجرام فلک بنده بود افلاک مسخر شهری که همه باغ، همه با پر از سر و پر از گل دیوار زمرد همه و خاک مشجر صحراش منقش همه ماننده دیبا آبش اصل صافی ماننده کوسر و الی آخر این توصیف شهر قاهره هست پایتخت در حقیقت خلافت فاطمیان و حالا میرسیم به اینکه خب این این تمامی مباحث چی به ما میگه از نسبت ناصر خسرو با امر سیاسی هجمونیک شدن گفتمان تسنن و شگیری ارتودکس دینی سیاسی در سه مرحله اتفاق میفته در دوران سامانیان، غزنویان و سلجوقیان ناصر خسرو بین غزنویان و سلجوقیانه یعنی این مرحله سه مرحله مدام داره تشدید میشه در سامانیان یه خورده لایتره در غزنویان شدت میگیره در سلجوقیان دیگه به اوج خودش میرسه چه چیزی به اوج خودش میگیرسه شکلگیری ارتودکس دینی و تبدیل این ارتود... دینی به یک هویت سیاسی و هجمونیک شدن این هویت این نظم سیاسی بنابراین ناصر خسرو در اوج این شکلگیری این نظم سیاسی نوینی که بر اساس اعتلاف بین حاکمان ترک در ماورا و و خراسان و خلافت بغداد به وجود مده این اعتلاف سیاسی بین این دوتا قطب و این به صلاح منافع مشترکی که خلافت پیدا کرده بود با با حاکمان و سلاطین ترک قزنوی و سلجوقی و همینطور برعکس منافعی که سلاطین ترک سلجوقی داشتن از طریق حمایتشون با خلافت بغداد برای توسعه قدرت خودشون این فرایند شگیری هژمونی شدن گفتمان ارتدکس دینی رو و ترک, و ترک کردن و کنارگذاری رو بسیار شد شدت میبخشه در نتیجه چی میشه؟ روی های ظاهری در دین مت... تسلط پیدا میکنن فلسفه و روش فلسفی از ساحت فرهنگی دور میشه گرایش های معتزلی و تشویق اشعریگری عرشبت حضرتون تشدید پیدا میکنه فقها ها نفوذ روزافسون پیدا می کنن و حکما و فلاسفه به انزوا میرن اهمیت این وقتی که شما ببینید ناصر رو مدام خودش رو حکیم و جزو حکما معرفی میکنه یعنی ناصر خودش رو جزو هویتی میشناسونه که اساسا هویت مارجینال شده است هویت سرکوب شده است رویکردهای شریعت گرا و کلام محور رواج پیدا میکنن این در حالیه که ما در قاهره اولین دولت اسماعیلی رو میبینیم که تاسیس میشه و بنابراین شکگیری تخاصم گفتمانی و به تقلا افتادن نظم سیاسی و راستکیشی دینی رو برای یک دستسازی ایدولوژیک تعریف دی دیگری یا دشمن و اجرای سیاست های گذاری رو در این دوره شاهد هستیم حالا چگونه این امر خودش رو در شعر ناصر خسرو نشون میده Uh, یکیش در ساحت مقاومت الهیاتی هست که در دو موضوع توحید و یکی هم در موضوع جبر و اختیار خودشون نشون میده uh, پیشتر اشاره کردیم که نز گفتمان مسلط مبتنی بر اشعریگری و رویگردهای ظاهرگرایانه از دین بود uh, حالا شما تصور کنید که یعنی چی؟ یعنی شما اگه توحید اگه حادث یا قدیم بودن قرآن یا, یا بقیه گزاره های کلامی رو در نظر داشته باشید باید خانش های اشعری گرایانه شریعت گرایانه و, مب... و به طور کلی خانش هایی که ضد تحویل هستند یا کمتر تحویلی هستند رو خانش های مشروع قلم داد کنید وقتی این رو در نظر بگیرید اون وقت میفهمید آرای ناصر خسرو در دیوانش راجع به توحید و وحدانیت خدا ناگهان چه بار سیاسی پیدا میکنه چرا بار سیاسی پیدا میکنه چون مسئله توحید پیشتر در جامعه, در جامعه ناصر خسرو سیاسی شده اگه خاطر باشه راجع به امر سیاسی اول صحبت کردیم گفتیم امر سیاسی سیاسی میکنه حوزه دین رو در کنار حوزه های دیگه یعنی شما اگر بیاید از زاویه معتزلی یا از زاویه اسماعیلی خانشی از نظریه توحید ارائه بدین اون وقت نظم مستقر سیاسی به شما پاسخ میده شما رو سرکوب میکنه شما رو به هاشیه میرونه چی بوده این آرای مختصر و مفید این محوریت آرای ناصر خسرو راجبه توحید من چند تا بیت خیلی از میون بسیار بیت سه تا بیت رو اون پایین آوردم ای ذات ای ذات تو ناشده مصور اثبات تو عقل کرده باور اسم تو ز حد و حصر بیزار ذات تو ز نوع و جنس برتر هم بر قدمت حدوث شاهد هم با ازلت ابد مجاور ناصر رو میگه میدونی که خدا رو با ذات و صفاتی قائل بودن خدا یک ذاتی داره یک صفاتی از نظر ناصر خسرو و البته آین اسماعیلی باید صفات رو نفی کرد باید دوگانه بین ذات و صفات رو هم نفی کرد چون همه اینا تکسر و شرک میاره همه اینا برخلاف یکی بودگی و وحدانیت خداست برخلاف یک بودگی به قول ناصر خسرو یک بودگی خداست شما نمیتونید تقسیم کنید به ذات بعد یک ذاتی جدا هست بعد یک صفاتی هست بعد صفات یک دو سه جاربنشیش. از طرفی چرا نباید این کارو کرد چون از نظر ناصر خسرو تمام اینها حاصل تصورات و برداشتهای عقل انسانی است و عقل انسانی هم حاس... و دانش انسان چجوری... چجوری شکل گرفته در اون این زمین در, در طی حیات مادی شکل گرفته درک و دریافت ها و فکر و اندیشه انسان حاصل درگیری انسان با محیط طبیعی شه در صورتی که خدا رفتی به جهان طبیعی ماده نداره خود این خدا یک ذات مطلقی هست که عقل, عقل انسانی اصلا توانایی اونو نداره که بشنسه ذات خدا رو بنابراین باید نفی بشه صفاتی از خدا که تشبیه خدا با انسان رو موجب میشن نه تنها صفاتی که خدا رو تقلیل میدن در قالب یک انسان بلکه اساسا هر نوع صفتی در حقیقت همطور که اینجا نوشتم خدا نه آنچه که هست بلکه آنچه که نیست یکی این که بیشتر معتزه زلیه به این باور داشتن اما اسمایلیه حتی یه قدم جلوتر هم میرن به خصوص ابو یعقوب سجستانی یکی از تئوریسین های مهم اسمایلیه که ناصر خسرو هم البته آثارمون رو خونده قدم جلوتر میرن میگن حتی این که بگویم خدا چه چیزهایی نیست هم باید نفیشه چون اون هم همونقدر میدونید حاصل فهم انسانی است فهم انسانی هست حالا چون شما یک صفاتی رو اثباتی در نظر بگیرید چه صفاتی رو سلبی در نظر بگیرید حالا اهمیت این توی مقاومت چیه؟ خب یکی کلیش اینه که اقتدا اولا به روش عقلی و استدلالی در معارف دینی هست و ناصر خسرو همچنان داره این رو تبلیغ میکنه و ازش حمایت میکنه مهمترینش از نظر من تشویق بست و گسترش نگاه هستی نسبت به خداست و شکستن بت‌های ذهنی نسبت به خدا حتی بت‌های ذهنی که در سنت فلسفه فلسفه ابن, ابن سینایی هم وجود داره یعنی احتمالاً از نظر خصوص اینکه شما بگی خدا واجب الوجودم این،, این این کافی نیست چون این همچنان یک بت ذهنی سوبجکتیو تو ذهنتون ساختین خدای ذات مطلقی که حتی فراتر از واجب وجود قرار میگیره بعدها این بحث دیگری است که دکتر محمد پور هم میتونم بعدها ارائه بدن که چقدر تاثیر گذاشت این نظریه توحید اسماعیلی بر تصوف تاثیر خیلی خیلی مهم یکی از تاثیرات مهم اسماعیلی بر تصوف همین نظریه توحید و سلب ذات و صفات از خدا و دیدن خدا همچون یک ذات مطلق هست که استعلایی است این ذات بعد از توحید مسئله اختیار و کنش انسانی میاد که ناصر خسرو اشاره میکنه به, به, جبر و اختیار بسیار در دیوانش از زاویه کلامی هم اشاره میکنه که بیشتر آرای آرایی هم که ناصر خسرو اشاره میکنه یک جوری همون موضع بینول بین، امرون بینول امرین هست که موضع به صلاح پذیرفته شده در تشیع هست به طور کلی و ناصر خسرو هم. همون موضع رو کمابیش انتقال میده لا جب ولا تفیز بل امرون بینول امرین که بحث داره و میشه راجع این بحث کرد در آینده اما اون چیزی که برای من مهمه اینجا من نمیخوام اینا رو تکرار کنم برای من رویکرد فرهنگی ناصر خسرو نسبت به اختیار انسان و جبر و اختیار مهمه یعنی جاهایی که ناصر خسرو آرای کلامی رو به طور مستقیم نمیگه بلکه بر عملیات فاعلیت انسان و اختیار او تکیه میکنه از طریق گزاره های اخلاقی فکری و ایماش های ادبی که میسازه مهمترین این رویکرد فرهنگی به اختیار و مختار بودن انسان یکی از جاهایی که به،, به،, به چشمیات همین قصیده چرخ نیلوفری هست من سریع دور میخونم این چند بیت رو نکوهش مکن چرخ, چرخ نیلوفری را برو کن ز برون کن ز،, ز سر باد و خیر سری را بریدان از افعال چرخ برین را نشاید زدانا نکوهش بری را همی تا کند پیشه عادت همی کن جهان مر جفارا تو مر صابری را چون تو خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را به چهره شدن چون پری کی توانی به افعال مانند شو مر پری را درخت تو گربار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را در حقیقت اینجا یک اتفاق میفته ما با یک نمونه اولیه ای از نقد ایدولوژی در ادبیات قرون وسطا صدای میانه طرف هستیم و یک جور نشونه های اولیه حتی از نقد خرافات اینجا ناصر خسرو رسما داره طالبینی رو نقد میکنه و نفی میکنه و اون رو به عنوان یک سازوکار ایدئولوژیکی شناخته که در بست جهل بین مردم داره کار میکنه مردم هی با حواله دادن به طالعشون، به افلاک به نظم ستارگان به شکل قیافه افلاک و ستارگان از خودشون در حقیقت مسئولیت پذیری رو دارن نف میکنن آدمها در حقیقت زیر بار مسئولیت اخلاقی نمیرن با حواله دادن کارهاشون به فلک و توجیه میکنن ظلمشون رو جورشون رو دروغشون رو مفاسد اخلاقیشون رو و ناصر این مکانیزم رو پیدا کرده و میگه تو باید این کار رو متوقف کنی این یعنی در حقیقت این خودش نشانه ای از, از،, از،, از هست اینکه تو در حقیقت خودت مسئول کارهای خودت هستی و این رو خوب میدونی اما در بین عموم مردم حواله میدی به طالع بد و به فلک و به اینا. اما اینجوری هم نیست که ناصر خسرو کلا بگه فلک جداست ما به مختار هستیم به طور به طور مطلق بیت سوم جالبه همی تا کند پیشه عادت همی کن جهان مرد جفا را تو مر صابری را که بیت مهمی هست کلیدی هست یعنی در حقیقت ما تحت ستم و جفای فلک قرار داریم ولی این بخشی از حیات طبیعی ماست این امری ناگوریزه کاریش نمیشه کرد زمانه فلک در حال گردشه و گشتن زمانه است و در حقیقت کون و فساد به وجود میاد ما هم بخشی از ما ما در بدن طبیعی و مادی داریم زندگی میکنیم این کون و فساد, فساد مشمول حال ما هم میشه بنابراین ما هم بخشی از این طبیعتیم و نیستی در حقیقت بخشی و از دست دادن آنچه که داریم بخشی از قوانین طبیعت هست پس بنابراین تو هی بخوای به همچین چیزی رو هی به نکوهش کنی هی قور بزنی به به, این این کاری به جای نمیرسه یه چیز بدیهیه تو نمیتونی هی بگی که چرا فلک اینجوریه چرا زمانه اینطوریه ولی ناصر خسرو همچنان در حقیقت برای فلک نقش قائله و اینو من در ادامه کارکردهای ایدئولوژیکی اینو نشون میدم یعنی ناصر خسرو درون جبرگرایی طبیعی یا ناترال دیترمینیسم که اون موقع در جریان فلسفی سینایی به خصوص و مشرایی هم وجود داشت ناصر خسرو هم در پی همین خط فکری فلک زمانه جهان گذرنده رو نشانه هایی رو میگیره میاد اینا رو میگیره معنای جبرگرایانه گرایانه و طبیع گرایانه ای رو از اینها استنباط میکنه و اینها رو اون وقت توی شعر خودش قرار میده و حالا بحث من این است که چه کارکردهای فرهنگی داره نشانه های فلک زمانه و جهان Uh, اینجاست که میرم میرسیم به شرایط که من به اسمشو میذارم شرایط بی و گذرندگی شرایطی که گذراست شرایطی که دوام نداره uh, این بیت ها رو دقت کنید که ببینید ناصر خسرو با چه لحن و با چه ایماج هایی و با چه واجه هایی راجع به فلک و زمان صحبت میکنه uh, دوستان همگی میدونن که فلک و زمان و خطاب دادن اینها یکی از محوری ترین گزاره های سنت ادبیات فارسی هست حتی وقتی که عارف قزوینی هم در برای شهدای مشروطه ترانه می سازه چه چیزی رو هدف قرار میده و محکوم میکنه کج رفتاری و بد رفتاری چرخ یعنی شما بنابراین یک مسیری رو از شعر خراسانی تا زمانه عارف و حتی امروز تو شعر معاصر حتی تو ترانه‌های امروز هم ما همچنان می‌بینیم که پای چرخ و فلک و زمانی قدار و حق باز میاد وسط و دیگه چیکارش میشه که همین دیگه مثلا میدونید بنابراین این تبارشناسی گزاره‌های فرهنگی ایران فرهنگ ایران از طریق خانش انتقادی از ادبیات کلاسیک بسیار مهمه همی هر, همی هر, زمان اجده های ز دورم به دم در کشد چون هنگ ای فلک نیک دانمت آری کس ندیده است چون تو قد داری جامعی بافیم همی روز و شب از بلا پود و از انا تاری یعنی تار و پودش از درد و رنج و بلاست گر دری یابیم زنی صدی به فلک خطابش تو میزنیسته یعنی تا میایم در واکنیم تو سری اونو جلوی ما میبندیم ور گلی ببینیم ور گلی بینیم کنی خاری زیر کبود چرخ بی آسایش هرگز گمان مبر که بی آسایی زین فلک بیرون تو کی دانی که چیز کین حساری بس بلند و بیدر است یا در نمونه های دیگه نرم کردستیم خطاب به فلک باز نرم کردستیم و زرد چو زردالو دست کردی که بخواهیم همی خوردن یعنی من یک زردالو رسیده هستم که فلک این رو در چنبره خودش گرفته و هر هر آن ممکنه این رو بفشاره و بخوره فرزند تویم ای فلک ای مادر بیمه ای مادر ما چون که همین کشی از ما این بیت آخر به نظر من مهمه به خاطر اینکه فلک رو مادر خراب خطاب میکنه و باز اون جبرگرایی طبیعی رو میاره به،, به ذهن ما که بخشی از حیات ما به فلک به عالم طبیعت وابسته است به خاطر این بدن به خاطر کالبود فیزیکی ما و برای همین ناصر خسرو فلک رو مادر خطاب میکنه و واسه همین میگه نباید به مادر زیاد ناسزا گفت زیاد شماتتش کرد چون مثل این اونه که شما نمیتونی فرزندت به مادر ناسزا در حقیقت تو هم برای همین نباید به فلک ناسزا بگی ولی خب آیا ناصر خسرو خودش همین رو نمیکنه دوباره آیا خودش با این ادبیاتش سنگینی که فلک رو مدام خطاب میکنه من به شما گذاف نگفتم اگر بگم که شاید حدود دو سوم کل دیوان ناصر خسرو خطاب کردن فلک و گشتن زمانه است و هشدار دادن نسبت به کاری که این گشتن زمانه با انسان ها میکنه قدارگیش و به صلاح ولی خب میدونیم این همه ماجرا نیست ما چیزهای دیگه هم در دیوار دیوان ناصر خسرو داریم مثل نفس سخنگو عقل دانش سخن تعویل علم علم دین این بیت ها رو دقت کنیم و این رو در کنار اون شرایط بیدوامی و گذرندگی بذارید که توسط فلک و زمانه مدام داره تحمیل میشه گفتم فرزند تو این تیر تن خاموش خاکیز خطاب به فلک اما مصرع دوم ببینید پاکیز خرد نیست نه این جوهر گویا جوهر گویا نفس ناطق است روان آدمی است که ذات الهی داره که میتونه کلام رو دانش رو دریافت کنه و خرد هم وسیله است که به کمک نفس میاد که نفس رو اطلاع بده یعنی خرد با, در با کسب دانش الهی نفس رو به جای اینکه سقوط کنه میکشه و اطلاع میده در حقیقت دانش اینجا کارش به اطلاع رسوندن نفس هست و عقل مکانیزمیه اینجا که این دانش رو دریافت میکنه بنابراین اینجا ما نباید مثلا خیلی این معنا از عقل رو با معنای مدرن که امروز از عقل و عقلانیت میشناسیم یکی فرض کنیم که بیشتر یک جور عقل روشنگری است یک جور عقل خودبنیاد است اینجا حدود عقل از پیش معلوم شده و اون چیزی رو که عقل باید کسب کنه از پیش هست فقط شما باید این رو دریافت کنیم اینجوری نیستش که عقل خودش به صورت خود بنیاد بره جلو و دانشی رو کشف کنه پی ببره دانش و عقل در حقیقت هدف عقل و خود عقل اینجا یکی شدن و اون علم دین هست در نظر ناصر خسرو در حقیقت که من دوستان رو ارجاع میدم به مقاله بسیار بسیار خوبه ارشادات حضورتون که شاه آقای, آقای اسم شاهرخ مسکو بله بله مقاله بسیار خوب شاهرخ شاهروخ مسکوب با عنوان معنا و منشأ عقل نزد ناصر خسرو که این بحث معنای عقل رو و اینکه چطور عقل حدودی داره و قایت و هدفش از پیش مشخص شده رو اونجا ایشون با مثالهای مختلف توضیح میده حالا این خرد چیکار میکنه خرد را انان ساز و اندیشه را زین بر اسب زبان اندرین پهن میدان به میدان خیش اندرس به سخن را اگر خوب و چابک سواری بگردان اینجا سخن هم وارد میشه یعنی شما دانش رو کسب میکنی و حالا دانش رو به زبان میاری و خود این یک کنش مقاومتی هست یک کنش مهم اجتماعی از, نظر ناصر خسرو نه تنها ناصر خسرو بلکه کلیت شعر خراسانی به خصوص نزد فردوسی و رودکی سخنوری خیلی مهمه هویت اجتماعی به شما میده تمایز اجتماعی به شما میده شما رو در از عوام جدا میکنه یک وسیله برای تاثیرگذاری روشنگری اجتماعی و اصلا کار شاعری از این جهت شعر با سخن و سخنوری در ادبیات فارسی یکی شده چون شعر قراره که انسانها رو با اه 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 تعلیم فضا فضا فضایل اخلاقی در حقیقت روشنگری ایجاد کنه و به انسانها در حقیقت یک خرد به عملی رو نشون بده ناصر خسرو هم اینجا در امتداد همون سنته ولی اینجا خرد خیلی باز با خرد امثال فردوسی و رودکی یکی نیست اینجا خردیه که منتهی میشه به علم دین و اونم دین آینه اسماعیلی که اتوریته سیاسی هم داره و اونم خلافه فاطمی قاهره هستن پس این تفاوت ها رو بد نیست که همزمان که ناصر خسرو رو میخونیم حواسمون باشه سخن تاثیر مسیحاگری داره زنده میکنه اینجا با یک بیت خیلی مهم اینجا هست که جالبه از حیث نشان شناسی جالبه من میخونم بیتو با لشکر زمانه و با تیغ تیز دهر دین و خرد بس است سپاه و سپرمرا مرا اینجا ما میبینیم دو تا یک تقابل گفتمانی صورت گرفته از یه طرف گفتمان بیدوامی و گذرندگی داریم که پشتش دهر و زمانه و فلک هست که تیغ تیز داره لشکر داره از یک سامانه گفتمانی دیگه اون داریم که دین توش هست خرد توش هست صبر توش هست سخنوری توش هست که اینها سپاه و سپر شاعرن که در مقابل این جبر طبیعی قرار گرفتن و شاعر اینا رو سپر خودش قرار میده و در حقیقت یک جور امتیاز روشنفکرانه هم برای شاعر به همراه داره یعنی من کسی ی هستم که به صلاح دانش دین مسلح شدم و جدا میشم از عوام از توده مردم متمایز میشم میرم کنار این 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 به خصوص تمیه که ناصر خسرو در اشعاری که در دوران یمگان گفته خیلی زیاد استفاده میکنه یعنی در حقیقت این میگه دیگران شاید آرامش داشته باشن پول داشته باشن رفاه داشته باشن مال و مقام داشته باشن هیچ درگیری هم نداشته باشن ولی اینها در حقیقت هیچ چی ندارن چون آگاه نیستن چون جاهلم و منی که چیزی ندارم در سختی دارم در انزوا و در قربت به سر میبرم در حقیقت کسی هستم که رستگار شدم فقط به خاطر اینکه دانش رو کسب کردم یک نکته دیگه هم هست تعویله اون هم جز نشانه هایی هستش که من در در مقاومت اینا رو طبقه زیل مقاومت اینا رو طبقه بندی کردم و در درون گفتمان تحمل و پایداری قرار میگیره که خب اون تعویل هم تا همون گزاره تعویل اسماعیلیه هست که میتونیم مختصر سرش بحث کنیم من دویت بیت رو میخونم معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم خرسن خرسن مشو همچو خر از قول به آوا قندیل فروزی به شب قدر به مسجد مسجد شده چون روز و دلت چون شب یلدا حالا جدا از معنی دکتورینی و معنی کل به اصطلاح تئوریک تعویل که درون گفتمان اسماعیلی تعریف خودشو داره که ما یک قرآن یک ظاهری داره یک باطنی ما باید بریم درون و باطن معنی باطنی قرآن رو بشناس، شناسایی کنیم البته با با, با, هدایت امام زمانه البته اینطوری نیست که ما خودمون معنی باطنی رو بشناسیم ما با اقتدا به امام زمانه میتونیم معنی باطنی بر ما هویدا میشه یکی این تعریفه اما میبینیم وقتی تو بیان فرهنگی ناصر خسرو تو دیوان میاد در مقابل عوام و خواص قرار میگیره معنی ظاهری و معنی تنزیلی قرآن معنی که احتمالا از نظر ناصر همون معنی که دیسکورس مسلط گفتمان مسلط اون رو کرده برداشت بسیار تقلیلگرایانه و انسانگرایانه از گزاره های دینی هست و این یه برداشت ظاهری یا تنزیلی هست به صلاح که عوام پی اون میرن اما یک معنی متفاوت، دیگرگون، ناگفته، پنهان ببینید اینا همه واجه هایی هستن که در حقیقت یک جور حاشیه شدگی، یک جور مارجینال شدگی رو به همراه میارن. یک معنی هستش که شما باید مثل قواس بری و اون رو مثل یه دور از کف دریا بیاری و شناسایی کنی و یک کارکرد دیگه این گزاره تعویل در شناسایی خصوصی چون نقد اجتماعی هم هست و دوباره نقد خرافات ما سر طالبینی گفتیم یک نقد خرافاتی و یک حدی از نقد ایدولوژی در شکل به اصطلاح داره انجام میشه اینجا یک جور نقد آینهای دینی داریم آینهای دینی که از سرمنشه باوریش و ایمانیش جدا شده تبدیل شده به یک سری ریچوال های خوش که به صلاح خیلی از خود بیگانه کننده یعنی من صرفا نماز میخونم روزه میگیرم میرم مراسم شب قدر اجرا میکنم چون باید بکنم چون اینا بخشی از آین دین هست و من هم چون باید مؤمن باشم میرم این کار رو میکنم نه، نه،, نه, نه, فکری اینجا هست نه خودن نه خودشناسی اینجا اتفاق میفته نه اندیشه اینجا اتفاق میفته و یک مثال این رو آین های دینی مثلا شب قدر و, چر و چراغ روشن کردن شم روشن کردن در شب قدر در مسجد میبینیم که هم جالبه حالا جدا از بحثمون آقای محمد شب بعدا بخوان توضیح بدن این که سنت شم روشن کردن من یادمه یکی از حضرات مقامات مسئول در ایران وقتی سر این هواپیما و اینا شم روشن کردم یه عده میگفتن این سنت مسیحی است هم چی چیه واسه چی من شم روشن می‌کنم حالا جالبه که اینجا قندیل فروختن در مسجد داشتیم یعنی شما شم در مسجد روشن میکنیم حالا این حالا شاید بعدا بشه توضیحش همین الان این به ذهن رسید برابری ناصر خسرو اینجا میگه که شما, شما میری این کنش را آینی را انجام می می شم رو انجام میدی میری شم روشن میکنی تو مسجد اما دلت همچنان تاریک میمونه مسجد روشن میشه اما دلت همچنان تاریک میمونه و برای اینکه دلت روشن شه یعنی به روشنگری برسی یعنی به آگاهی برسی باید پیامی که پشت این مراسم هست پشت این, آین ها هست دریابی اون مهمه قندیل افروختن بهانه است اون پیام که پشت قندیل افروختن هست مهمه حالا میرم اینجا دیگه جمعبندی میکنم و سخن رو به پایان برسونم پس ما با یه گفتمان بیدوامی و گذرندگی در روبرو رو بودیم و از, و از طرف دیگه یه گفتمان تحمل و صبر و پایداری در گفتمان بیدوامی و گذرندگی ما با فلک و دهر و زمانه سرکار داشتیم در گفتمان تحمل و بردباری ما با نفس سخنگوی، خرد، دانش و تعویل سر و کار داشتیم که این دومی در حقیقت راه حلی بود که شاعر به ما میداد که چگونه در مقابل شرایط بیدوامی و گذرندگی تاب بیاریم در گفتمان بیدوامی سوژه خودش رو مسافری در دنیا قلم داد میکنه سوژه خودش رو رهایی و آزادی خودش رو به دنیای روحانی و قلمرو رو به متافیزیک محول میکنه چرا که مناسبات مادی و انسانی رو دارای اعتبار نمیدونه ناملایمات دنیا و تضادها و شکافهای اجتماعی بخشی از جبر طبیعی شناخته میشن بنابراین اموری طبیعی لاجرم غیر قابل تردید به حساب میان اینجاست نکته ای من یعنی اینجاست کارکرد فرهنگی اشاره به فلک و گذرندگی زمان یعنی بستی که این کانسپت پیدا میکنه تو دیوان ناصر خسرو و از صرف جبگرای طبیعی دیگه فراتر میره یعنی دیگه مسئله این نیستش که ما تخت بند تنیم و کون و فساد بر ما اتفاق میفته اوکی دست ات فنیش اصلا چین چیزی نیست این میره سیاست هم شامل میشه تاریخ هم شامل میشه مناسبات اجتماعی هم شامل میشه چون همه اینا درون حیات به صلاب شورترم و ناپایدار مادی دارن اتفاق میفتن بنابراین اصلا اعتبار ندارن ممکن اهمیت داشته باشن در حیات مادی اما برای کسی که دنبال دانش واقعی هستش که ذات خودش رو از این, از این،, از این زیست مادی جدا کنه و روشنگری در نفس ایجاد کنه باید گذر کنه از تمام مناسبات و معادلاتی که درون این حیات طبیعی و مادی در جریانه تکیه هایی که ناصر خسرو واژه هایی که از اجده ها عجوزه شما اینا رو به یاد بیارید تا بفهمید چطور اینها این این بستی که اتفاق میفته این هم که اتفاق میفته بین حیات مادی و سیاست و جامعه و تاریخ یعنی همه اینها در حقیقت زیل شرایط مادی و گذرا بودن و بیدوامی معر... بازنمایی میشن اه در شرایط بیدوامی و گذرندگی بنابراین سیاست امری مضموم طلب میشه یا آدمایی که یا نامشروعن ولی در هر صورت اگه حاکمان مشروع باشن ولی با مناسبات زمینی سر کار دارن نه با مناسبات الهی بنابراین سیاست شما رو فقط بیشتر درگیر مناسبات و امور جزئی و ارزش مادی میکنه و تاریخ هم همینطور تاریخ هم صرفا محل عبرته عبرت چه چیزی همین همین که جهان گذرند است نه چیز دیگری یعنی شما تاریخ رو میخونی داستان های تاریخ رو میخونی که اوجا عزیز پادشاهان و اینهاست که بفهمی چیزی در این دنیا پایدار نیست این قایت مطالعه تاریخ تاریخ به مسابه عبرت اما این یک تضاد ایجاد میکنه با گفتمان اسماعیلی ناصر رو به نظر من تضاد بین امر انزمامی ارشاد حضورتون ما این تصویر برام و ایدئالیسم دینی در شعر ناصر خسرو یه جور تضاد بین ذهن و عین هست یعنی شما از یه طرفی ناصر خسرو پی برده به تضادهای اجتماعی به شکافهای اجتماعی به ناملایمتی ها به بیعدالتی به نامشروع بودن حاکمان و راه حل سیاسی این هم پیدا کرده که, حکومت، که خلافت فاطمیان اسماعیلی هست اما آلترناتیوی که ارائه میده هیچ نسبتی با اینا نداره یه ای آلترناتیو کاملا اولا فردگرایانه نخبه گرایانه و آه، آه، کاملا گرایانه غیر تاریخی غیر سیاسی اجتماعی اخلاقی و متکی بر ذات نفس الهی هست یعنی اینجا موضوع رهایی از بیعدالتی نیست موضوع رستگاری نفسه این در تضاد قرار, قرار میگیره با خود گفتمانه که ناصر خسرو خودشو بخش یعنی ناصر خسرو فیگور سیاسی میاد و میکنه این کارو میره در انزوا میره در میره در غربت به خاطر موزه سیاسی که گرفته اما در شعرش به خصوص این, این چیزی که در نصر ناصر خسرو کمتر میبینیم این کلیدی است که, که دیوان ناصر خسرو به ما میگه واسه همینم من معتقدم که ناصر خسرو شناسی بیش از حد داره متون منصور ناصر خسرو رو نگاه میکنه و شعرش رو کمتر کسی نگاه کرده یه دلیلش اینه یه دلیلش این تضاد ایدولوژی که ما میتونیم در, در گفتمان ناصر خسرو پیدا کنیم بین از یه طرف شما آدرس ناملایمتی های اجتماعی سیاسی رو میدی اما از یه طرف یه راه حل کاملا متافیزیکی و, و کاملا سو اجکتیو ارائه کاملا ایدالیستی دینی ذهنی ارائه میدید و این تضادی هست که به نظر من حتی در خود دکترین اسماعیلیه به خصوص اسماعیلیه فاطمی در دوران خود ناصر خصوص وجود داره یعنی تضاد بین وجه تنزیلی ظاهری و وجه به اصطلاح تعویلی باطنی یعنی شما مجبوری یک حدی از نظام فقهی و قوانین و اینا رو داشته باشی که بتونی حکومت کنی بتونی امور رو بگذرونی اگه شما بخوای یک اسماعیلی رادیکال باطنی گرا باشی و گنوسیگرا باشی خب اون وقت تکلیف اداره چی میشه تکلیف سیاست سیاست مداری چی میشه میدونید این بحثیه که حالا میشه در ادامه داد و من سر شما رو بیش از این درد نیارم فقط خواستم با این خیلی کوتاه با این نتیجه گیری خیلی کوتاه که اخیرا بهش رسیدم بحثم رو تموم کنم من اینجا در خدمت شما هستم جناب محبت پور. خیلی ممنون خیلی ممنون سالور عزیز متشکر از سخنان آلمانه شما من پیش از این که باز کنم اگر دوستان بخوان سآلاشون رو بپرسن ارز کنم که در قسمت پرسش و پاسخ میتونن سآلاشون رو بپرسن من از فرصت استفاده میکنم خودم چند دکتری رو عرض میکنم و بعدن یکی دو سالی که دارم اینجا اضافه میکنم در ادامه این اسلاید آخری که شما ارائه کردید درباره تضادی که در شده ناصر خسرو هست یه نکته مهمی که باید مد نظر داشته باشیم این است که ناصر خسرو در یه دوره شعر میگه در یه دوره زندگی میکنه که دولت فاطمیان از یه طرف در اوج قدرته و از یه طرف داره سقوط میکنه یعنی بالاترین نقطه قدرت فاطمیان زمان مستنصره و تو همین دوره هم است که بحرانهای خیلی شدید شروع میشه مستنصر عملا در قصد خودش زندانی است فرمانده لشکرش که در یعنی در واقع به یه وجه کودتایی کرده در داخل سیستم حکومت فاطمیان که در واقع پدر زن پسر دوم هم هست همه چیز در اختیار میگیره و ناصر خسرو توی دوره ای که عملا به یه وجهی در عین اینکه اعتقاد داره به حقانیت امام اسماعیلی فروپاشی سیستم رو هم داره تماشا میکنه و از سوی دیگر اشاره کردن بعضی که ناصر خسرو حلقه اتصال اسماعیلیه فاطمی و اسماعیلی ایران است به خاطر اینکه ناگهان یه تحولی اتفاق میفته یه گسستی اتفاق میفته و در واقع حرکت اسماعیلی و امامت اسماعیلی از شمال آفریقا به ایران منتقل میشه و تبدیل میشه به یه جنبش انقلابی مسلک دیگری که دیگه دست نمیکشه از اون دعاوی سیاسی که داره اینو خواستم در اون چارچوب اضافه کنم که به یه وچی انعکاس اینها رو ما در شعر ناصر و خسرو داریم و این نکته بسیار مهمی است که چرا ادهی عمدتا به متون منصور ناصر و خسرو ارجاع میدن تا به شعر ناصر و خسرو که خیلی بیش از هر جایی باستاب دهنده زمیر ناصر و خسرو و پریشانی های فکری ناصر و خسرو چند تا نکته که من میخواستم اینجا اشاره کنم در ادامه صحبت شما این است که Uh, یه جای موقع که بحث ایدئولوژی و بحث عینیت رو مطرح کردین گفتین تردید آفرینی در گفتمان فکری دیگری این گویا که از شیوه های جا افتاده یه سیستم دعوت اسماعیلی از ابتدا تا حالا قرون بعد از سقوط علموت احتمالا بوده که اینها گفتمان طرف مقابل خودشون خیلی خوب میشناختن گفتمان رقیب خودشون رو از درون میشناختن یعنی طرف چه سنی بوده چه شیعه دیگری بوده چه مسیحی بوده چه یهودی بوده چه زرتشتی بوده اینها بر مبنای باورهای خود اونها سعی میکردن تناقضهای فکری طرف مقابل نشونش بدن و در واقع در سیستم باور اینها تشکیک ایجاد کنن و بینا بگن ببین راه رو داری اشتباه میده بیا من رای بهتری بهت نشون بدم یه نکته دیگری که در حاشیه صحبت دولت شاه به ذهن من رسید که اشاره کنم اینه که دولت شاه نویسنده قرن 19 هجری است یعنی دوره ای که گفتمان تصوف بسیار مسلط و جاری است تا اون موقع که دولت شاه میاد در واقع روایت خودش از ناصر خسرو ارائه میده ما با چند ناصر خسرو مواجهیم یعنی ناصر خسروی صوفی ناصر خسروی سید ناصر خسروی پیر ناصر خسروی سراینده روشنایی نامه و سعادت نامه که ما الان کم و میتونیم به طور قطع اینها شده ناصر خسرو نیستن ولی این ناصر خسرو ساخته شده این ناصر خسروهای صوفی که هیچ نسبتی با ناصر خسروی تاریخی نویسنده جامع الحکمتین و زاد المسافرین و دیوان نداره اینا ناسخسروهای متفاوتی هن که هر کسی بر حسب ذوق و سرقه خودش اینا رو ساخته و طبیعی هم است که اینا تو گفتمانهای مختلف حرکت میکرده و ناصر خسروی که ما میبینیم این ناصر خسروی تاریخی حالا من میخوام از بحث تصوفش دور بشم ناصر خسروی تاریخی کما بیش ادامه اون, ف... اون گفتمان مقاومتی است که از زمان امام صادق شروع میشه و اینها با خلافت عباسی در میفتن و همچنان ادامه پیدا میکنه و حتی در شعر ناصر خسرو میبینیم که وعده میده که زود روزی خواهد رسید که از قومی یه قوم سفید پوشی از این قوم سیاه سلب که در واقع پرچم عباسیان بود انتقام بگیرن و در زمان مستنصر هم این اتفاق میفته که ارسلان بساسیلی موقتا بغداد تصرف میکنه و بغداد میفته به دست فاطمیان که البته موقت هست دیگه و همونجاست که در واقع شما اون تفکر قلبه و سلطه اه اه نگاه اه شریعت محور ظاهرگرا و اشعری مسلکی که در دوره سلجوقیان میبینیم رو آشکارا اینجا نتیجهش رو میبینیم که بعدا در دوره بعد ناصر رو با روی کار اومدن ملک شاف و به طور خاص در دوره نظام الملک اینو در مدرسه سازی ها و در واقع مکتب فکری که در بغداد و نیشابور میبینیم خودشو نشون میده نظام الملک من... چهره مهمی هستن اصلا, اصلا سیاران ملوکش به نظر من اصلا بهترین اثر برای شناسایی شگیری نظم سیاسی از طریق خانشی از ارتدکس دینی این اصلا اون اثر محوری برای شناختن امر سیاسی تو همون دوره‌ای که شما دارید بهش درستی به اشاره می‌کنی، بله می‌فرمایید حالا سوال من اینه یه اشاره کردین به اینی که موقعی که در ایدئولوژی و عینیت حرف می‌زنیم گزاره‌هایی هستن هم. که بدی بودنشون رو خیلی بدیهی و همون درش مشترکن در این حال با اختلاف هم. دارن مفروض‌های مشترک این دو تا گروه مختلف رو یه نمونه‌هایی ازش مثال میزنید که مثلا بین مثلا فکر ناصر خسرو و مثلا <applause> صاحب بیان الادیانی که به ناصر اصول میگه ملعون بلهد نمیدونم بی دین ویرانگر دین چه مشترکاتی وجود داره که اینا در این حالی که با هم مشی یکسانی دارن با هم در نزاعن؟ در حقیقت من اینجا اون اون رو که ایدولوژی قرار داشته رو تو نظریه رو من تو همین یک جور جبرگرایی طبیعی سراغ گرفتم که توسط نشانه های فلک زمانه و ده داره خودش نشون میده چرا این رو به صلاح ایدولوژی حساب میکنم؟ به خاطر اینکه ناصر خسرو علا رقم این است و علا رقم این که یک کنش مقاومتی و رادیکال و غیر راست کیشانه داره نشون میده علا رقم این که داره نظم نمادین رو تهدید میکنه اما همچنان داره از گزاره های استفاده میکنه که درون سنت ادبی مستقر در, خراسان همچنان وجود داره و یکیش همین به صلاح کجرفتاری چرخ و فلک و به است یعنی این یکیه. نه تنها این آقای محمد حتی زیبای شناسی شعر ناصر خسرو میدونید اون هم بخشی از این رسوب یافتگی هست منطبا به جایی که توی حوزه عقیده و باور و جبگرای طبیعی باشه در حوزه زیبای شناسی ادبی هست چرا میگم چون ناصر خسرو خودتون میدونید دیگه کاملا یک جور نقد ادبی هم توش هست و یک جور بازپروری تئوری شعر هم توی قصاید ناصر خسرو هست از طریق نقد شعر درباری و اینکه و پیوند دادن یا برقرار کردن آشتی بین شعر و حکمت به عنوان یک جور آلترناتیو ولی شما وقتی میرید بلاغت ناصر خسرو میبینید بلاغت زبانی از, از, معانی و بیان و بدی گرفته این هیچ فرقی با بلاغت و زیبای شناسی چرا درباری نداره در حقیقت میدونی من نمیگم چرا نداره مثلا میگم چرا باید ناصر این کار کرد ولی برای اینکه به شما روشن کنم مقصود من از ایدولوژی به عنوان یک جور عینیت و رسوب یافتگی گفتمانی چیست که مشترک باقی میمونه در حقیقت منظورم اینه یعنی شما از یک خواستگاه آلترناتیو بلند میشی میای و تهدیدم میکنی و آرامش گفتمانی هم به هم میزنی اما در عین حال همچنان یک سری گزاره های ایدولوژیک دست نخورده تو انگلیسی آن من به کار میبرم آن باقی میمونه یعنی سرشون دیگه یعنی مو... یعنی وارد خداگاهی شاعر نمیشن به عنوان شخصیتی که مقاومت داره نشون میده و داره راستکیشی رو میبره زیر سوال میدونید یعنی ناصر خسروان هم... نمیکنه هر جفتشون در یک پارادایم حرکت میکنن اه. آها خب این یه بحثیه که آیا هر... اینم اگه هر جفتشون در یک پارادایم حرکت میکنن بنابراین من یک جور باز تولید ایدئولوژی در گفتمان اسماعیلی نزد ناصر خسرو من قدم دادش میکنم حالا بس ادامه این رو من یه نکته دیگه ای که میخواستم این در این چون صحبت فردوسی و رودکی شد خب میدونید ادهی باور دارم که هم فردوسی هم رودکی هر جز چون اسماعیلی بودن حالا فارق از ساعت و صقم قصه یه تفاوتی که بین فردوسی و رودکی و ناصر خسرو وجود دارد این است که به فرض اینکه فردوسی و رودکی اسماعیلی بوده باشند فردوسی و رودکی رو ما به عنوان دایی اسماعیلی نمیشناسیم یعنی کارکرد اونچن اینها نبوده که اینا برن تبلیغ مذهب اسماعیلی بکنن یا دعوت مذهب اسماعیلی بکنن فرض کنید یه اسماعیلی که باورمنده بگیم برخلاف اینها کار ناصر خسرو دعوت بوده یعنی یه قلمرو بزرگی در اختیارش بوده که شما باید بری اینها رو به این آین حق برگردونی این کاری ای که فردوسی و رودکی مسئولیت اینو نداشتن در نتیجه اینجا کمابیش میشه فهمید که اگر بین به فرض اسماعیلی بودن فردوسی و رودکی بین گفته ما روایتی که فردوسی و رودکی از اقلانیت میکنه یا از خرد میکنه و ناصر خسرو تفاوت وجود داره این تفاوت از این بابت که اینا کارشون اینه و ناصر خسرو اینا کارشون در واقع تبلیغ دعوت اسماعیلی نیست در حالی که ناصر خسرو درست 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 برای همین من از گفتگوی بین سنت ادبی و شعر ناصر خسرو حرف که این فاصله گذاری رو برقرار کرده یعنی ما یک دلالت عام می داریم در اشعار رودکی و فردوسی وقتی بحث سخن و خرد و دانش میاد یک دلالت خاصی داریم که همین نشانه ها دوباره تکرار میشن متأ با یک دلالت اخص یک دلالت که در مسیر دیسکورس اسماعیلی حرکت میکنه من یه سوال دیگری میپرسم و دیگه اگر دوستان کسی سوالی داشته باشه از جمع من هنوز سوالی نمیبینم در قسمت پرسش و پاسخ هم کسی سوالی داره یا دستش ببره بالا یا بنویسه سوال من این است که در افق ذهنی ناصر خسرو از اون زاویه که شما دارید بهش نگاه میکنید از منظر ایدولوژی مقاومت ایران و ایرانی بودن جایگاهی داره یعنی ناصر خسرو موقعی که به ایران نگاه میکنه حالا کار نداریم که لفظی که به کار میبره درباره ایران اصلا دلالت این کلمه معنای جغرافیایی است یا یه چیز برساخته است که بعدا دارن مردم به گذشته پروژکتش میکنن و سعی میکنن ریشه این رو در فکر ناصر خسرو ببینن در اون منظومه فکری زمان ناصر خسرو فراموش نکنیم ناصر خسرو همونجوری که شما اشاره کردید در یه نظام سیاسی داره حرف میزنه که سامانیان هستن، غزنویان هستن، سلجوقیان هستن و غزنویان و سلجوقیان ترک حساب میشن. اینا دیگه یعنی از از نژادی حالا کار نداریم نژاد اصلا یعنی چه معنی داره ریس یا نه؟ اینا خودشون ایرانی نمیدونستن به هر حال ولی بعدا انگار در متن فرهنگ ایرانی حزم میشن یا ناگزیر مغلوب فرهنگ ایرانی میشن مثلا بلای سر مغولان بعد از حمله به ایران میاد که مسلمون میشن بعد شیعه میشن بعد صوفی میشن و الی ایران و ایرانی بودن رو در افق ذهنی ناصر در این چارچوب چه شما میبینید ام... سوال بسیار خوبی است و منم بارها بهش فکر کردم البته بحث بحث داری است یکی به این دلیل که وقتی شما ایرانی ایرانی بودن رو میگی دارید میگیرید آیا پیشفرزتون یک جور ایرانی و هویت ملی مدرن هست که در ساده‌های متأخر شکل گرفته یا مقصودتون فرهنگ ایرانی به طور کلی هست یعنی یک سری گزاره های فرهنگی پربسامتی که بین جریان ها و شاعران و کتاب مختلف مشترک هستند و اینا رؤوس اصلی جهانبینی فرهنگ ایرانی رو که در پهنه وسیعی از سرزمین های ایرانی بوده رو اینا شکل میدن از فردوسی بگیر تا بیاد به حوزه عراق عجم سعدی و حافظ و بعد برو مثلا جاهای دیگه برو برس به نظامی دونید یعنی اینجا شما با هویت ملی یا هویت با هویت با و با ایرانی گرایی طرف نیستید صرفا دارید فرهنگی رو که در این پهنه وسیع جغرافیایی وجود داره رو دارید روسش رو نگاه میکنید و ناصر خسرو هم مثلا کانتریبیوت داره میکنه بخشی از این سنت فرهنگی هست این یه بحثیه اما اگر این که ما بگیم میتونیمم یه بحثی بکنیم که یک جور نیشن هود در پیش از دوران مدرن وجود داشته که داشته در ایران یک جور خداگاهی به نحوی از, 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 از ایرانی بودن و محلی به نام ایران که از تئوری ایران شهری دوران باستان شروع میشه و میاد جلو و بعد ویژگی خودش رو پیدا میکنه این البته کاملا فرق داره با, با ایران واحد سرزمینی سرزمین مدرن البته تاثیر گذاشته روی برداشت های مدرن از ایران ولی ما این اینو سنگ... یکی فرض کرد که خب بحث طبیعی است البته اه... اما اینکه شاید بپرسیم ایران نزد ناصر خسرو به چه معنا بوده ناصر خسرو مکان زیاد توش استفاده میشه اسم جغرافی های جغرافیایی و مکانی و پر بسامترینش هم خراسان هست مدام خراسان رو هدف قرار میده خراسان رو در چارچوب ملیگرایانه یا نیشن هود یا نگاه ملی نگاه نمیکنه بلکه بیشتر به سر خونشه خونش بوده زادگاهش اونجاست یه تعلق عاطفی داره و حالا از اونجا دور شده و داره به عنوان آدمی که در غربت هست به خونش فکر میکنه که اکنون از اونجا دوره از این احساس ناراحت از این بابت و نقد میکنه که جهل اونجا مستقر شده حاکمان نامشروع اونجا حکمرانی حکبرزی... میکنند رو خراسانی که یک روز مهد ادب و فرهنگ و شعر بود حالا بیایید ببینید به چه وزی رسیده ناصر خسرو مدام این رو میگه اما من یک بیتی اینجا دارم آقای محمد پور که این جون میده برای رفقای ایران شهریمو الان میخوام اینجا رو کنم <تصفح> اینجا میخوام پرده برداری کنم که بیایید ببینید که تنها ظاهرا تا اونجا که من میدونم تا اونجا که من میدونم و تحقیق کردم تنها بیتی هستش که واژه ایران در دیوان ناصر خسرو اومده و صفحه 107 دیوان ناصر خسرو تصدیه مینوی محقق است برون کرده است از ایران دیو دین را ز بیدینی چنان, شد، چنان ویران شد ایران که یک بسرار رد دل اجازه لرسد داریم ایران تکرار میشه که خیلی مشابه اون شکلی از استفاده از واژه ایران هست که به نظر من ما تو شاهنامه فردوسی میبینیم بنابراین بحث اینجا پیش میاد که ایران نزد در شعر متقدم فارسی به خصوص در سبک شعر خراسانی نزد کسانی مثل فردوسی و همینطور حالا ایزن ناصر خسرو آیا یک ایرانی با پهنه جغرافیایی مشخص هست فراتر از خراسان که ناصر خسرو مثلا همیشه داره میگه یا یک یا انگاره در حقیقت تا بیشتر هست مقصود دقیقا اینجا چیه آیا ایران صرفا به اون بخش بیشتر خراسان بزرگ گفته میشده اون موقع که به نظر نمیاد چون مرکز حاکمیت ساسانیان پیش از اسلام در اون منطقه نبوده بیشتر در مناطق مر، مرکزی و غربی فلات ایران بوده بنابراین این بحثی هست که باز هست و باید آدم اینو،, اینو،, اینو بره روش کار کنه یعنی مفهوم زیل بررسی مفهوم ملیت در فرهنگ پیشا مدرن در صداهای میانه و اینکه کارکرد واژه ای ایران در ادبیات فارسی به حال جالبه که ناصر خسرو همیشه از خراسان حرف میزنه و خراسان رو جایگاه دیوان میشمره که خراسان رو اشغال کردن اما در یک بیت ناگهان خراسان رو ور میداره و ایران رو جایگزینش میکنه حالا آره اشاره ای که به این بیت کرده خیلی جالبه به خاطر اینکه اولا که خراسان ناصر رفته پناه برده به یمگان یمگان اگر به یه نگاه کنیم یا بدخشان کما در دایره خراسان بزرگ واقعه ولی وقتی داره میگه خراسان یه جایی غربی تر از اون جایی که خودش واقع است اشاره میکنه ولی وقتی میگه که این دیو آمده دین رو از خراسان بیرون کرده از ایران بیرون کرده بزیرون. اولا اینکه ما در دوره ناصر ما هنوز به دوره یه آدمی مثل نظام الملک نرسیدیم یعنی ناصر خیلی پیش از نظام الملکه در ثانی ما با یه حاکم غزنوی مواجهیم که تن داده به ولایت خلیفه عباسی در بغداد ارجاع ناصر قسرو به اینه که اینا اومدن دین رو از ایران بیرون کردن یعنی شما اومدید ولایت خلیفه عباسی رو پذیرفتید که اصلا با ایرانی بودن و ایران به اون معنایی که مهد تشیع بوده تضاد داره یعنی کاملا از منظر شیعی داره به قصه نگاه میکنه اینجاست که نگاه ایدئولوژی که ناصر خسرو هم سایه میندازه به بچی بر ماجرا ولی خب دلالت جغرافیایی چیه والا برای من جای سواله یعنی من موقعی که از ناصر خسرو این همه ارجاع میده به خراسان و اینی که گفتی که یه بار از ایران حرف زده و ایران اینجوری است تا جایی که ما میتونیم حرف بزنیم اینی که ناصر اون معنایی که ما به ملیت اشاره میکنیم اشاره نداره یعنی اصلا فهم ساسانی مهور از ایران شهر این معنایی که جاری بوده استمرار داشته همیشه بهش ارجاع میدادن یه برساخته کاملا جدیده گست به وجود میاد تو دورهای مختلف آدمی مثل ناصر رو بهش ارجاع نمیده مثلا یکی مثل فردوسی که به شاهان باستان ارائه میکنه کاملا منظر اسطوره‌ای نگاه میکنه نه از منظر تاریخ واقعی به این معنا ما جهش های مختلف داریم تا اینی که تو دوره مدرن یه تصوری از ایران شهر ساسانی دوباره بازسازی میشه و سعی میکنن شواهدی از ادبیات صده میانه پیدا کنن در تعیید این فرضیه که خودشون دارن که با بافت تاریخی سازگار نیست کما بیش مثل همون روایتی که دولت شاه داره از ناصر خسرو می سازه یه ناصر خسروی صوفی برای ما ارائه میده تمام کسانی که اینجوری به این متون ارجاع میدن کما کارشون شبیه کار دولت شاه سال از بس دور میشیم من برای اینکه چون وقت ما هم رو پایان 8 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم دو تا سال اینجا داریم یکی اینکه آیا با توجه به مسیر حرکت ناصر خسرو نمیشود که ایشان از قبل اسماعیلی شده بوده این سال اول ها. دوم نگاه ناصر خسرو به طبیعت که طبیعت رو عنوان مکتوب و نوشته خدا میداند که دیگر ناصر خسرو به طبیعت چیست اه 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 سال دوم رو جواب بدم کتا. خب صحبت هم کردیم دیگه نگاه ناصر خسرو به طبیعت خیلی شبیه در حقیقت فلسفه طبیعی یونان هست به خصوص ارسطو یعنی طبیعت محل کون و فساده محل کون و فساده و ما یک بعد معنوی یا فراتبیعی داریم و یک بعد طبیعی بعد به صلاح روحانیمون و الهیمون نفس سخنگوی ماست جان ماست و بعد مادیمون تن ماست این دوگانه به روح و بدن داریم و یه, رو... یه رو... دوگانه طبیعت و به بعد از طبیعت و ناصر خسرو دیدگاهش به طبیعت در حقیقت خیلی نزدیک به یک جور جبر باوری طبیعت هست طبیعت باور هست که ما توی مثلا آرای ابن سینا هم میبینیم بنابراین این نگاه خالص ناصر خسرو به طبیعت هست طبیعت همچون محل کون و فساد و گشتن و گذرندگی و فرسودگی فرسوده میکنه ما جوانیم بعد یواش پیر و سال خورده و نحیف میشیم تا به مرگ و تمامی دنیای عالم طبیعت هم همین مسیر رو طی میکنن اما همونطور که گفتم بحث من اینه که چطور اینها کارکرد فرهنگی پیدا میکنن در شعر ناصر رو و از صرف عالم طبیعت فراتر میرن و سیاست و جامعه و تاریخ ها هم در بر میگیرن سال اول که آیا ناصر است که فکر کنم دکتر محمدپور هم باهاش آشنا هست افراد مختلفی سرش نظر دادن یک عده باور دارن که ناصر خسرو وقتی در حقیقت از چل سالگی به بعد هولوبر چل سالگی در حقیقت نه دقیق چل سالگی یواش اسماعیلی میشه و قبلش سنی بوده این هم بیشتر اتکا میکنن به همین روایتی که ناصر خسرو از خودش ارائه داده که ما تو بحثمون کاملا روشن کردیم یه ادم میگن امکان نداره که یه آدمی که اینقدر فلسفی فکر میکنه به روش استدلالی باور داره یهو یک شبه یهو بشه اسماعیلی این یک فرایند طولانی رو طی کرده سر و کله زده به طور زیرزمینی احتمالا یه سری منابعی دستش رسیده به خصوص اینکه دایان اسماعیلی اون موقع در اون منطقه خراسان زیاد بودن فعال بودن ناصر در معرض تبلیغات اسماعیلی بوده احتمالا و بعد یواش یواش این متدرجن انجام شده که به خصوص مثلا هانری کوربند یکی از کسانی که این باور رو داره و در یک مقاله بی نظیری نظیری که در تاریخ کمبریج تاریخ کمبریج ایران هست ناصر هانی کوربن یک مقاله داره ناصر خسرو و اسماعیلی ایران اگه میخواد اونجا کوربن از نظرگاه خودش این بحث رو باز کرده اما ما دقیق نمیتونیم بگیم که یا ناصر خسرو یهو اسماعیلی شده یا از قبل اسماعیلی بوده چون مواد تاریخی کافی در این زمینه نداریم حالا دکتر محمد پور اگه میخوان میتونن چیزی اضافه کنن نه همین که شما اشاره کردید من تنها چیزی که بهش اضافه کنم اینه که ما موقعی که از مثلا از دید یک کسی مثل قربان نگاه میکنیم کربن بیش از بس. هر چیزی نگاه پدیدار شناسانه داره به کلی به شیعه به اسلام به اسماعیلی در خیلی وقتا اصلا کاری به تاریخ نداره یعنی به جزئیات تاریخی اعتنا و توجه نداره تقدم و تاخر تاریخی مهم نیست یه جورایی کربن رو میشه اسمش گذاشت دولت سمرقندی مدرن پاکیزه عالمتر به خاطر اینکه دولت شاه میبینیم که اصلا کاری به تاریخ نداره همینجوری روایت ها خودشون میسازه میره جلو ولی اینی که ناصر خسرو از پیش اسماعیلی شده بوده بعدا اسماعیلی شده این واقعا چیزی است که درباره مثلا دو, سه تا شخصیت بود ما اینجوری داریم که محل بحثن دیگه یکی خود ناصر خسرو یکی حسن صباه یکی خواجه نصیر توسی است و یکی دیگر هم شهرستانی است یعنی اینا چهرهای بود سه چهار تا بزرگن که درباره اینا بحث و جدل بر سر اینی که آیا اسماعیلی بودن بعدا اسماعیلی شدن اسماعیلی بودن شو خودشون چجور نشون میده و ما واقعا هیچ راهی نداریم جز ارجاع به متن نوشته های اینها چون نوشته های تاریخی چیز چیزی دندونگیری به ما نمیده و حدس دیگه ما یه تئوری داریم و میکوشیم تا تئوری خودمون رو تقویت کنیم حالا اگه یه کسی شاهدی پیدا کرد که نشون بده که ناصر خسرو در این دوره اسماعیلی نبوده یا بوده با اون شواهد میشه این کار که به نظر من نمیشه با قطعیت این اینو گفت ولی آنچه که مسلم است اینه که ناصر خسروی که رفته به قاهره و برگشته و به ویژه اینو ما در, در گفتگویی که بین ناصر خسرو و المعید هست میبینیم یعنی ناصر خسروی پیش از دیدار با المعید با ناصر خسروی پس از دیدار با دو تا آدم کاملا متفاوتن یعنی <م povo> میره یه چیزایی ها. از معیت می... ميز... از آنم میکنه تو همون قصیده اعترافیاش دیگه که با یک کسی مواجه شده ما از کجا میدونیم المعید بوده اون شخص سند تاریخی این کجاست در خود همین <مزن> استاد و طبیب است و معید خداوند انرجا به اون داره دیگه از اون مطمئناً که ارجا میده به المعید بله بله اینو چیز هم گفته دیگه هم فکر کنم در اوکی اوکی،, اوکی اوکی آره این، اینو من میدونم محقق گفته خیلی ها گفتن تا همه همین ارجا میدادن به اون معیدی که آخره به من گفتم شاید آیا دلیل دیگه سند دیگه هم جای دیگه هستش که چون شاید کافی نباشه فقط اون ولی خب همه متفقن که بله المعید دین شیرازی بوده ما که ما هم دلالت های متنی داخل خود شعر ناصرخسرو بله. اینو داریم که به معید بله. ارجاع میده هم از شباهت نوشته های معید و نوشته های ناصر خسرو بله بله. من در همین سخن صحبت اخیری که داشتم و این حالا متن مفصلش مکتوب من... منشر خواهد شد بله. اونجا نشون میدم که این حرفایی که ناصر خسرو در همین قصدی اعترافی میگه قبلا ما در المجالس عین همین سخنان رو داریم یعنی کاملا مشخص الفاظ عبارات صورتبندی بندی مفهومی کاملا به طور کامل از المعیت گرفته شده یعنی ما پیش از المعیت به این شکل صورتبندی بندی نداریم و از از ملوم به مفهومی معلومه که ایشون شاگرد ده. مستقیم معید بوده اینجا ام. نکته خیلی مهمیه که برای فهمیدن خانش ناصر خسرو از اسماعیلیه آثار و گفته های علمایت پس بسیار بله بله. رو بخونیم خیلی از این دیدگاه ناصر خسرو خود این رمزگوشایی میشه از دید ناصر خسرو برای ما خب ما اه، کما بیش چندین ثانیه واقعا بیشتر وقت نداریم به پایان صحبت ما ما ساعت ش... 6 شروع کردیم و الان ساعت 8 هست به وقت لندن خیلی متشکرم از آقای دکتر سالور ملایری عزیز که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن اینجا عرض میکنم که بعد از اتمام جلسه فایل تصویری جلسه رو در یوتیوب آپلود خواهیم کرد برای کسانی که نتونستن به جلسه زوم ما و یا اونهایی که در فیسبوک جلسه رو ندیده اند این برنامه در یوتیوب هم در دسترس خواهد بود اگر ظاهرا من سوال دیگری نمی بینم اینجا همینجا از همگی شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدا می ممنونم آقای محمدپور از دعوتتون خیلی ممنونم خداحافظ. خدا